خب بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد خدمت دوستان. خب در جلسه گذشته عرض کردیم که ما افت انرژی را اگه میخوایم حساب بکنیم در دوله‌ها با رابطه دارسی کارسپاند میشه FLG V2 V2G، یا اگه ما بر اساس دبی بیان کنیم میشه چی؟ 8 FLQ2 V2G P2D به توان 5. این رابطه چیه؟ افت انرژی است که در واقع دارسی کارسپاند بیان کرده برای ماسه افت انرژی در دوله. حالا بحث ما چیه؟ بحث ما چیه؟ بحث سه تیپ مسئله اینجا مطرح میشه. پس ما سه تیپ مسئله داریم. اگر در واقع بخوام بگم تیپ های مسئله معلومات مجموع در تیپ یک، در میگه تیپ یک مسئله ما چیه؟ دبی معلومه، کیو معلوم هستش برای شما، قطع لوله معلوم هستش، زبری جدار هم برای تون معلومه، دوستون؟ نه هم دبی رو دارید، هم قطع لوله رو دارید، هم زبری رو دارید، هم لذیت رو دارید، حالا نیو یارون رو دارید. از شما چی میخواد دوستان؟ HF رو میخواد. از شما HF رو میخواد. این تیپ اول مثلا، مثلا تیپ یکی هستش. در مسئله تیپ دو چیه؟ شما هر دام موضوعتون که دبی رو دارید، اپسیلون رو دارید، میو رو هم دارید، مثلا HF رو هم دارید، از شما چی رو بخواد؟ قطع لوله رو بخواد. یه مجموع قطع لوله است. و در تیپ سه شما در واقع هر دام موضوعتون که HF رو دارید، اپسیلون رو دارید، میو رو دارید، قطع لوله رو دارید، از شما چی رو بخواد؟ دبی. دوستان پس سه تیپ یا سه نوع مسئله دوستان چیه؟ میتونه مطرح شود در بحث استفاده از رابطه دارسی و استفاده من دوستان به ویژگی این رو با هم بحث بکنیم، خیلی هم مهم هستش. در مسئله تیپ یک دوستان بحث بسیار ساده، یعنی شما دبی، اپسیلون، میو، همه رو بده افتنرژی رو با افتنرژی مستقیما از این رابطه چی میشه؟ به دست میاد. این خیلی راحت میاد در راه موقعی استفاده میکنید و اجازه رو چیکار میکنید؟ حساب میکنید. شما من مثال مثلا ما این رو میکنم یکی بهش مثال بگم بس ما مثلا در تیپ یک گفته آقا مثلا شما یه مخزنی دارید این الان آبش گفته 20 درجه سانتیگراد باشه، این درجه سانتیگراد که میده برای محاسبه هم نوع یا لذت سینماتیکی در 20 درجه اینجا در واقع الیویشن و تراز ارتفاعی 40 در واقع این نقطه تراز ارتفاعیش 30 هستش بعد اردم موجود یک قطر لوله را داده 300 میلیمتر طول دوستان لوله تون 300 متره خیلی باشه دبی جریان گفته بوده از یک دهمه و انیویشن دومی کجای فازش کجا تا کجای جا؟ از وسط این بگذشته نوشه؟ معمولا سنتر رو بلاکری گفت در اینجا معمولا سنتر رو بلاکری مازم کیو هم چقدر؟ یک دهمه از شما HF رو چی دوستان؟ خواستم از شما HF چی به مسئله تو به یکی دبی رو شما داده؟ قطر رو لرده داده هر دم بودتون که با تقریبه که آب 20 درجه هست با تقریبه آب 20 درجه هست که شما میدید که لذیت دینام سینماتیکی آب یا نو برابر چقدره؟ نو برابر است که در مدوان منفی 6. خب بس نو یا میون هم داری از باش اینجا چیزی هم باید بنویسید طول یه باید هم بچه طول هم باید به شما بده یعنی ایل هم باید قدم تو اینا معلوم میشه. خب طول رو هم به شما داده حالا از شما چی میخواد؟ افت انرژی رو از شما چیه؟ میخواد این از شما میخواد افت انرژی رو چیکار بکنی؟ حساب بکنی. خب فوق العاده سوال ساده است. چرا؟ چون میگم افت انرژی فرمول چیه؟ فرمول دارسی کارسپاند بر اساس دبی هم نیستتون دبی رو اومده 8 F L Q 2 روی G P
بیلیون دی به تقاضا چقدر؟ 5. و الان دو داری سی صرف ما الان ال رو داریم چقدر؟ 300. کی رو داریم چقدر؟ 1. دی رو داریم چقدر؟ 3 متر 300 میلیمتر. فقط نمونه چی بچه ها توی رابطه؟ نمونه F. خب F بچه ها از کجا حساب کنیم؟ از دیاگرام موجی. F و از دیاگرام چی؟ موجی. خب برای دیاگرام موجی بچه ها یکی اپسیلون دیومش رو بخواهم، یکی اپسیلون دیوم رو بخواهم. خب الان زبری جدار رو باید باید داده باشه. مسئله قاعدتا قابل حل نیست. زبری جدار هم باید چه داده؟ عرض هم موجودون که 9.46 10,000 هم قاعدتا به ما داده. ۴۶ صدم دوستان میلیمتر داده ها دوستان افتان خیلی عدد کم است باید دقیقا ۴۶ هزار ها ببخش میلیمتر به شما بده ۴۶ هزار ها میلیمتر داده به شما اردم بودون که این دیاگرام هم هست. خب من اگه دوستان بخواهم دیاگرام بودی زمان که افتان دیو بخواهم از دیاگرام چقدر هست ۴۰ ها هست ۴۶ هزار ها در ده به تمام منفی ۳ متر تقسیم بر نیم که چقدره؟ نیم که هفت چقدر؟ سه درم داره. این اپسیلون دیوم باید حساب کنم میشه سه تا سه صد و پنجاه و سه یعنی میشه 15,000 آمده. خب حالا این میشه اپسیلون دیوم ریگرانس که چقدر داره؟ یعنی میشه بی تقسیم بر چی؟ نون بسیار میشه بی تقسیم بر نون دیگه یا به جای بی اگه بزنیم دی بی تقسیم بر مثلا میشه کیو ضرب بر بی روی آ ضرب بر نون. خب بسیار چقدر؟ میشه کیو دی به جای آ چی میزنم؟ پی دی دو چهارم ضرب بر نون. خب از چهار میاد بالا چه میشه؟ چهار تا کیو روی چی؟ پی دی نون. پس الارمیانو پس بر اساس کیو اگه بخواهم نمیسیم میشه چهار تا کیو که این معمولا خب اصلا دبی هم نمیسیم میشه چهار تا کیو به پی چون این دی با دی را سوال چه پی دی نو پس برابر میشه از با چهار ضرب در یک دمو روی حالا بریم سه ممیز چهار در ضرب در سه دمو فضا در میتوان چقدر هم فیش میشه چقدر میشه رو نمیسیم اگر بزنیم به این روزمون چهار دمو تقسیم بر سه میشه چهار سوم دیگه چهار سوم داده نه به تمام پنج چهار سوم یکو ارزم به اونو یکو سه دم میشه یکو سه دم داده به تمام پنج نه تمام جواب نهاییش میشه 424 و 1628 پیدا شد چهار شد؟ 424,628 و 45 چه درست؟ عدد هم بود دیم 424,628 بسو به در واقع میشه 4 و 2 دم و در در تمام 5 دیم بسه میشه 4 و 2 دم در در تمام چقدر؟ 5 میگم در تمام 5 شد درسته دو در تمام 5 درسته فقط 4 تقسیم بر 3 میشه یک و خورده یاد شما 4 و خورده در واقع نمیدن سر دیگه باید تمام من دارم شد اشتباه کنم. خب این هم الان بگیرم بعد این بچه شما برای F اپسیلون دیو هم بخواهد رای روز بخواهد حساب کردیم حالا بگیرم دیارنا چی؟ مودی بعد بگیرم دیارنا مودی چی بخونیم؟ بگیرم دیارنا مودی بعد بگیرم F نامنا من هم اینجای دودی بگیرم دوستان ببینن اگر میخواهد در اول این محاسب کنیم چی محاسب کنیم دو خود پاید در بسیم بگیرم چهار دوستان این که الان حساب کردی؟ قرمز بدی به طرف تا که بچه ها ببینن قشن. خب دوستان من الان اینو بگردم این و که بتونم این نمودار خب من عوض خودم نگاه کنم از اینجا قشن دقیق خب الان ببینید بچه ها الان اپسیلون دیوم چنده؟ اپسیلون دیوم ممیز 3 تا 0 15 تو اینجا پیدا کنیم ممیز 3 تا 0 15 این ممیز 3 تا 0 8 3 تا 0 4 3 تا 0 2 3 تا 0 1 پس الان ممیز 3 تا 0 1 اینه ممیز 3 تا 0 2 اینه خب
حالا ما اصلا 15 بین این است دیگه. خب تقریبا مثلا همچین نمودار است دیگه. این نمودار است بچه‌ها می‌گید ما این نموداره رو بعد بگیم چی؟ این نمودار که الان مشخص کردم میگیم ممیز 3 تا 0 15 اینه. خب این نمودار اگه من برم تا بالا همچین نمودار است، نمودارم انتخاب می‌کنم یا همچین نمودار است. خب حالا رینولدز هم چنده؟ رینولدز رو دارم عرضم به حضورتون که چند؟ 4 و 2 دوازده ده تا 5. ببین 10 تا 5 بچه پیدا میکنم. اینم 4 زده 10 تا 5 اینجاست. خب 4 زده 10 تا 5 میام بالا تا این نمودارم چیکار کنه؟ تا این نمودار تقریبا قطع کنه. اگر بیام دوستان روی دیاگرام مودی تقریبا بچه بیشتر از عدد 15000 مثلا حدود 16000 چیه؟ اف به دست میاد. دوستان دوباره شما کنیم اپسیلون دیوم هم هست ممانه 3 تا 0 5 بین این دوتا هست. یه نمودار تقریبی میگرم بین این دوتا. این خط قرمزی کشید. رینولدز هم هست 4 زده 10 تا 5. 4 زده 10 تا 5 اینجاست. این 4 زده 10 تا 5 رو میرم بالا. این نمودار رو قطع کنه. تقریبا چون میگم این حالا از ممانه 0 15 یک کم به نظرم بیشتره. تقریبا عدد افتون چه ممانه 0 چقدر؟ 16. دوستان پس شما میتونید اف رو از روی نمودار باز دوباره دوستان دقت کنن. شما الان ممیز 2-0-3-0-1 و 2-0-3-2 و 2-0-3-15 بین این دوستان. این خط قرمزه یک تقریبا کشیدیم. رین رو دوستان بچه چیه؟ این 10 به توان 5 هستش. 4 زده 10 به توان 5 اینجاست. میام بالا تا اینو قطع کنه. میام رو دیاگرام چی؟ این ور اف تقریبا بچه حدود چقدره؟ حدود 15-10000 همه. حدود 15000 چیه؟ درست میگه. حالا هر فرمولی که پس اگر ما اف رو تقریبا بچه رو بگیم از این دیاگرام مودی بچه از اینجا نتیجه میگیم رو نمودار مودی که تقریبا اف میشه چقدر؟ دیاگرام مودی تو امتحان میگیم استاد جان؟ دیاگرام مودی تو امتحان میگیم قطعا یکی از ساله هاشو خیلی مهم به تو تصفیقات چون پایین بسی دو با افتیم اف میشه قرد تقریبا شد 15000 اگر اف رو بچه بذاریم 15000 در رو برنام مودی به دست اومده از دوی افت انرژی چی میشه دوستان؟ افت انرژی حساب میشه. حالا عددی که من اینجا دارم دوستان عدد نیکای اف چی بود؟ بدون بوده چی؟ نیکای اف بدون بوده ارتم به حضورتون که اف بله چون تمام پارامترش ما هم بدون بود به این راز استودیو بفهمم. خب و دوستان اچ اف اینجا در مورده اش بودن 1.56 از این درسته در اینجا چقدره؟ 1.56 صدم ارتم متر بسید بچه باید هم افت انرژی بچه بسید طول دیگه به چقدر چند متر افت انرژی داشته؟ 1.56 در مورده این چی میشه؟ میشه مسئله تیپ یک. این بچه مسئله تیپ یک بس بسیار ساده هست که شما همه پارامتر ها دارید فرمول هم دارید فقط تو بین باز به اف اپسیلون دیوم به امروز حساب بکنید تو دیاگرام مودی گفتم این اپسیلون دیوم اول انتخاب میکنید ریوز دارید قطع میکنید و دارید میاد اف رو چونه میکنید میخونید. بنابراین خیلی خیلی ساده است و اولی بچه از اوقات بیشتر خواستم هم دقت کنم مسئله تیپ دو و تیپ سه یعنی به این سادگی نخواهد دوستان. مثلا مسئله تیپ دو که معمولاً برای ما خیلی هم مهمه که مربوط به طراحی قطر بوده چون معمولاً باشه در واقعیت شما باید قطر بوده به عنوان طراح به عنوان کسی که محاسب میگیره به کی سیارتی هستن قطر بوده طراحی بکنید دیگه از بحث ما میشه همجاست. حالا بچه در مسئله تیپ دو شما دبی رو دارید تو رو دارید زبری رو دارید رزت رو دارید افت انرژی هم دارید و چی؟ میخواد قطر لوله طراحی بکنی به قطع بزرگی تقریب بکنم که هم افت انرژی چی بشه؟ به دست بودنش. حالا بابا جان در این حالت مسئله ما یه مقدار پیچیده میشه. چرا؟ آشان دوستان دقت بکنم چرا مسئله پیچیده میشه؟ من اگر پس اگه بیرم بگیم این تابلو رو بگیم اینا جان بحث باشه بسید مثلا رو بکشیم برای بچه ها و ببینیم چرا در واقع اینجا یه مقدار بحث پیچیده خواهد شد.
ایرس ها تیپ دو بحث که داریم چیه؟ میدونم چون شما الان قول سلوله مشغولتونی از شما خواسته قول سلوله رو تنرایی بود خب میگو خیلی بار بر ما رابطه هم چیه؟ رابطه هم رابطه دارستی بایس کافه میگو ایچه اف عوض با هشت اف ال کیو دو روی جی پی دو دی به تمام چقدر؟ این رابطه دارستی حالا من چه مشغولهی دارم الان؟ ایچه اف الان معلومه تیپ دو مثلا بگو ایچه اف معلومه است ال معلوم کیو معلومه اینا هم که معلومه دیم کیو بگیم که عدد کاری نداره این دی چیه؟ مشغول دوستو من کیو با دی رابطه نداره استاد کیو با دی؟ ببینید آیا هم بسید بعد رابطه داره نه شما اصلا همون رابطه باید بجای وی گذاشتی کیو تفتیر هم آقی دی اومده تو تو باید این رو خواهم برگرم دیم مشکل رو حل نمی کنم دوستو حالا رفت بچه ما الان چی میخوام بیم اف حساب کنیم حالا خواهشم تو فرم شده قد کنیم خب ما الان اینا همه رو نمیدون مشکوله من اگه اف رو بتونم تحنیل کنم تمام هایی چون اف رو بدم کیو به دی به دست بدم حالا اف رو میخوام حساب کنم باشه اف تابع از چیه؟ اف تابع است از اف سیگان دیون و عدد لگنات که از کیو رو وی بی تصمیم بر دیون یا از وی بی تصمیم از چی رو دیگه اگر من میخوام اف رو حساب کنم بعد اف سیگان دیون و وی دی نومون چکار کنم؟ حساب کنم دیگه که بتونم اف رو حساب کنم اف رو بذارم که این رابطه همه اینها معلومه دی چی میشه به دست میاد حالا میتونم اف رو حساب کنم آیا عباسی چی رو اتصال میکنی اف رو اف سلو دیو رو داری؟ داری؟ نه داری این بچه چرا اف سلو دیو رو نداری بچه چون خود دی چیه؟ مجبوره رینوز هم نداری چون خود دی چیه؟ مجبوره یه ببینید دوستان اینجا مشکل میکنه اینجا میگم بطور مسئله تیپ دو هسته با یک و یک خیلی استاد است یک همه چی معلوم عدد دوزاری بکنیم بینید اف رو باید دارم بودی بودست بیرم مشکل کار بچه اینجا است که بینید شما دیری که میخوای بودست بیاری از این رابطه احتیاط به اف داری باز خود اف احتیاط به چی داره؟ دی داری یعنی تا دی نداشته باشی افی نداری و باز تا اف نداشت بیدی دی نداری یه دور باطل میشه تو برای محاسبه دی احتیاط به اف داری برای خود محاسبه اف احتیاط میشه دی دی برای محاسبه دی اف میکنم برای محاسبه اف دی میکنم اینجا باید شدید کار گره میکنم یعنی مسئله این مسئله میشه که بقول معروف میگن چه حل سریع نداره و حل سریع را وجود نداره چون یک دور باطل رو میکنیم ما برای محاسبه یک چیز به خود آن چیز نیاز داریم جمعیم برای محاسبه خود دی به دی نیاز داریم خود رو حساب کنیم بزنیم دی حساب خب در این مسئله باشه خیلی زیاده تو بحث آبی دوست داریم بحث آبی این نوع مسئله که آبی خیلی مسئله با دور باطل زیاد داریم مسئله که برای محاسبه خودش در واقع به خودش نیاز نداره تو رابطه تو بحث سلام میگه که الان ماشاءالله میگه تو بحث درس بتون کنم در واقع باید زیاد نباز میشه این دوزا درس خیلی این فضا زیاد داره حالا آقا دوستان چه باید بکنیم؟ آیا اول در برخورد با این مسائل بچه رو کنیم مسائل بگه در واقع بگه این مشکل میخوری که برای محاسبه خودش به خودش نیاز داره قبلا هم میدونم در با شما توی این مسائل برخورد داشتیم یا نداشتیم تو دینامی یکی سال میگه کسی بود امروز پیچیده خودت رو هر کاری میگه سال میگه خب یه راه حل کلی وجود داره اما حل کلی چیه حالا میشه همسر اف رو بحث بدی میذاریم که خودش بشه نمیشه یعنی خب اف بعدش که فرمول برای اف نداره بودیم اف بچه بعدش که فرمول نداره صرفا اف در واقع این نمودار است که تابعی میده تو تابعی از این آسان خود رو دیل آزده بسو چکا کنیم؟ در برخورد با این مسئله مثلا در برخورد با این تیم مثلا همشه یاد دو باشه تو همه درس های از این بعد شما اینکه اون هنجی ترم در واقع سه هستی دیاره چهاری دستی چهاری در ترم شو هست از درس های اصلا آقایت تو بچه این رو زیاد سرایی شیش هم نیم هستم بلا دیگه باشیم ما زود اومدیم بلا لحظ سرده رو ترم چرا فهمم زیاد بچه ها میبینیم اون چیه؟ اونم بحث این نوع مسئله این نوع مسئله که بچه ها بهش میگیم مسئله با دور باطل در این مسئله تو یه تو یه راه هست بشن در اون هم چیه؟ اونم تهی کردن فرایند سریع خطا است یعنی باید یک پروسه سریع خطا بچه تهی بکنیم یه راه دیگر باید این مسئله با پروسه سعی و خطا حل بکنه دوستان ما این سعی و خطا سعی و خطا سعی و فلوچارت یا الگوریتم با هم بنویسیم ببینید دوستان ما
یعنی چی سر خطا؟ یعنی نمی کار کنید اینو خیلی خوب من دیرو ندارم یک دی حد میدنم یا با ما اولش کنم کنم یک دی حد میدنم حد اولی دی خب دی حد میدنم خب بعد میدونی که حد زدم بچه میتونم چی حساب کنم دیرو که حد میدنم بچه اپسیلومیون و لوگودیمیون حساب شد پس اگر حد اولی کنم چی در ما بعدی؟ محاسبه اپسیلون دیو و چه عدد رینوز چون دونستم دیو چون دیو حتما دیو دارم میتونم اپسیلون دیو و عدد رینوز چرا کنم؟ حساب کنم و اگر اپسیلون دیو و عدد رینوز حساب کنم بچه میتونم چرا کنم؟ میتونم اف رو حساب کنم با استفاده جدا بودیم بس محاسبه اف با استفاده از چی؟ بودیم و اف رو حساب کنم بچه چیه؟ این رو به حساب کنم بیر رابطه بزنم بیر رابطه در واقع دیو دست که فرمولش چی میشه الان فرمولش رو دست بگیم الان باید مثل دیو هم کامل بگیم دی فرمولش چی میشه الان بگیم دی برابر میشه با دی بریم برمیگه دی پنج میشه فروجه در واقع پنج چی؟ هشت اف ال جی دو بی جی بی دو ای ها چه بی دو ایش چی؟ اف دی حساب میشه آنه دو بچه خیلی جا پس این دی حد میزنم اپسیلون دیو و رینوز حساب میشه میرم توی نگاه بودی اف حساب کنم اف که حساب کنم از این رابطه دی چی میشه به دست کنم حالا این دیو هاتون دی دیو به دست میرم اینجا چیکار کنم اگر آتون باشه تو فیلش ها یه چیز شرطی داشتیم میگه یه چیز با لوزی نشون داریم خب حالا ببین اگر دی دی ایمش بود دی چی دی محاسب بازه دی سی بده دی کلتیو بیک شده مثلا این دی اول خب حالا اگر بچه این دی که شما حساب کردید با این دی اولیه یکی بود که فقط بود مسئله تمام پس من این میگم آیا دی اسم میداره دی این دی اولیه دی حسیه دی اسامشن ما دی حسیه دی ای بگیم این دی کلکیولیت یا دی محاسب شد حالا اگر دی بچه کلکیولیت با دی حسده یا اسامشن شما اگر اینها با هم برابر بود تو چیه؟ تموم شد آره دیگه اگر جواب این مثلا جواب این بله است مثلا تمام دیگه نیست کن دی آره دیگه دی مثلا برابر اما چیه؟ دی آره مثلا سی و دی فهم دی حساب شد خیلی برو برابر اگر دوستان بودی اگر جواب این خیلی یعنی دی محاسباتی شما با دی ای چیه؟ یکی نیست بعد برای چکار کنم بچه بعد دوباره برای اینجا دوباره هست بعد چکار کنیم؟ عوض کنیم دوره باید بیمیده حدث دیگه بزنیم همین فرصت دیگه اینقدر بچه باید بگیم تا این دی محاسباتی شما با دی حدثتون چی باشه ما هم؟ برابر باشه و چی باشه؟ در واقع اینا با هم چی باشه؟ برابر باشه برای دوستان ببینیم؟ این چه پروسه سر برد شما برای اینکه این مسئله را حل بکنیم میتونه دیگه این مسئله روند نیست یه مسئله سریع نیست که سریع تو رابطه بده سریع بشه جواب بده مجبور یه پروسه سر قرار بگیرید شما بچه‌ها یه حدسی برای قوس می‌زنید با این حدس می‌ریم اپسیلون دیو برای ریموت حساب می‌کنیم با استفاده از دو تو دیاگرام بودی اف رو حساب می‌کنیم اف که حساب شد می‌ریم تو رابطه دارسی و اسپارک می‌زنیم و قوس رو حساب می‌کنیم حالا این قوسی که محاسبه کردیم با قوسی که حدس می‌زنیم یکی بود جواب بله بی تمام بی محاسبه شد قوس رو بده در بعد مثلا حل بود اگر جواب خیر این دی سی با دی ای برابر نیست اگر خیره رو دوباره برای حدسشون عوض کنم حدس باید عوض بشه و دوباره پروسه چی بشه؟ دوباره پروسه تهی بشه حالا نکنم شما در این مسئله صحیح خطایی شاید الان قاعدتا اونچه که در ذهن شما میزنه وقتی این فیلم رو داریم نگاه میکنیم و از ناسی که الان نشستن رو گوش میده به ذهن میرسید که باید من بیگه بیگه طولان بسید من بخوام این پروسه رو هایی بیارم هایی تو دیاگرام هایی کنه محاسب کنه پروسه طولانی است که این پروسه بچه ها کوتاه خواهد شد زمانی که این حدس اولیه تو بسیار نزدیک به واقعیت بشه این بچه ها زمانی این پروسه های سعی و خطایی کوتاه خواهد شد زمانش که حدسی که میزنی که حدسی که میزنی اون حدس نزدیک باشه به واقعیت حالا ما چجوری میتونیم حدسی که میزنیم نزدیک به واقعیت خیلی حدسی پرکی نزنیم یه بحث اومده باش برمیده به تجربه محاسب یعنی کسی که کارش طراحی و محاسبه رو میده هاست قاعدتا بر اساس اون دمی که وجود داره
تقریبا یه رنگی از لغات تو ذهنشون هست که خیلی حس پرتی نزن. ولی برای مثلا ماهایی که اونقدر تجربه محاسباتی نداریم و مخواب در واقع اقتدار کاری میخوایم کار انجام بدیم، یکی از چی یه حدس بده به حدس اولیه بیرون که حدس اولیه ما چی باشه؟ که حدس اولیه ما در واقع حدس مناسبی باشه. دوستان بیا چرا؟ تو حل ماده درجه سه هست که منفی یک و سه و یک میذاشتی یا منفی دو و دو اینجور یا تو سال سر ماده درجه سه خاصه رو میشه نه 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 این یه راه میده رو هرجه بکنه تو درس قبلی که دادیم و تا تو بیارامودی میتونیم یک پیشنهاد بدیم که پیشنهاد کمک بکنه که ابتدای راه خیلی راحت بریم جلو، این حس اولیتون پرد نباشه. ما چرا بچه ها اول احتیاج بودی داشتیم؟ چرا مجبوریم بیرو اول حدس بزنیم؟ چون میخوام چی حساب کنیم؟ این دو تا رو حساب کنیم. چی حساب کنیم؟ اف حساب کنیم. یعنی گیر ما اینه که ما گیر رو لازم داریم برای اینکه بتونیم این دو تا رو حساب کنیم، برای اینکه بریم رو دیاگرام بودیم چی حساب کنیم؟ اف حساب دوستان برای اینکه بریم. حالا شما میام چی بگیم؟ اینو اگه شما میخواید خیلی حدتون پرد نباشه، چون اول با یه حد همینطوری بزنید شاید میگم مثلا ما که ابتدای راه خیلی تجربه نداریم خیلی حدتون پرد باشه، وقتی بچه‌ها حد پرد باشه این پروسه زیاد میشه. چه کاری کردید؟ تو دیاگرام بودی ما اپسیلون بدی که مشخصایی داره بسازه. اپسیلون هم که تو تیپ های مسئله تیپ دو داده. بعد از اونجا مثلا اپسیلون تقسیم بر اپسیلون دی که چند تا دی مشخص میده. دو سه تا دی رو بزنید تو اینا. اون حدس ها ما بشه. نه فهمیدم. شما هم اپسیلون داریم. اپسیلون داریم. فقط دیش مجبوره. چند تا دی اپسیلون بدی هست نسبتاش. یک چند از دیاش رو به دست میاریم. خب چند از اونام زیاد ها یه بازم فرق نداره دارم میگه میگه تو نیست رو بود سکش محبوب باشه اونا این تا عدد رو دیگه باید نه اون کاری که بچه ها میشه کرد ما گیرون توی اف دیگه ما گیرون توی چیه؟ گیرون توی اف. یک کار که بچه پیشنهاد اولیه که معمولا داده میشه هرچند دوست بود نداره شما میتونم تو حضور باید خود درست ده من یه سیدی شاید یه مقدار کمک بخواهد شد شما که بتونید در واقع اف رو ابتدا یه عدد برای اف تحلیل به دست بیاره اون اف بری کار ادامه بدی چیه؟ یکی از اون چیز بمانیم بیاریم در گام اول اینجا بگم در گام اول برای محاسبه اف چی بکنیم؟ بیاریم فرض کنیم جریان آرام اگه فرض کنیم جریان آرامه دیگه چیه؟ اف راحت حساب میشه بیشون این در واقع اگه فرض کنیم جریان آرامه تو گام اولش هم دیگه دی حساب کنیم اینطوری بگیم بچه ها اینطوری من اینجا بزنم برای حدس اولیه میتوان فرض کرد جریان چیه؟ آرام است. و بچه اگر فرض کنیم جریان آرامه و اگر آرامه فرمول جریان آرام چی بگرم بسی؟ گفتیم اچه اف برابر با 128 داره نو ال کیو آره؟ درست بودم؟ روی جی جی دی چارده دی چارده و پی دو با پی دو یا پی پی جی پی دی چارده ساده بیسته اگه ای کیلو جی پی جا باید اگه فرض کنیم جریان آرام هست پس چون کنیم شما میتونید از اینجا دیلی چکار کنیم از اینجا بودید دیلی مستقیم دست داریم دی چی میشه دی برابر میشه با فروجه چهاره چی؟ بلا هر دم با روزون که 128 تا نون ال کیو روی چی؟ روی جی پی اچ چی؟ دوستان یه دی حساب شد چون من در جنر آرام هست اتا به اف نده که مشکل شدیم اگر ما جنر آرام فرض کنیم فرم جنر آرام رو با هم حساب کردیم جنر سه قبلی با دی مستقیما حساب شد همه هم داریم دو رو داریم مثلا ال داریم کیو رو داریم اچ همه رو داریم همه رو که دارم دوستان دی میتونه حساب بشه این دی چی بچه دی اولیت میتونه باشه یعنی میتونه دی اولیت این باشه که دیگه خیلی پر نداره چون بالاخره یه دی نزدیک به واقعیت بدونه بعد در واقع چیه بعد بیاین این مراحل رو دیگه چالش بعد طی کنیم یا نه اصلا کاری نمیذارید کنار دی نه آقا خودم تجربه دارم دی حد ندارم اصلا چه نه با دی نیم متر شروع میکنم برم جلو دیگه ولی برای اینکه خیلی هم پر نباشه باشه میتونید فرض کنید در آرام در آرام باشه باشه دیش مستقیم دسته میشه دی اولیه این دی اولیه میشه و هر نمودتون که
عرضه میتونیم بعد اون دی عملی رو حساب بکنیم و بعد اگه برابر شد که فعال نشود برمیگردیم و دوباره چی عملی میتونیم بسازیم؟ گاه؟ رویزشی میشیم؟ برای؟ نه برای چی میشیم فارسی؟ برای حدث اولیه دی میتوان فرض کرد جریان آرام است. راست دارم من فکر
چون یک دمان درش میان بالا میشه ممیز چقدر در واقع برابر میشه با ممیز دو تا سه تا صفر پایینی هم میشه 1,273,885 1,273,885 ممیز سی خب برابر میشه با در واقع یک و میشه گفت ترمه از سه دمان تا در دمان چقدر شیش درست؟ خب از اپسیلونیوم و رینوز حساب میشه حالا میام تو چی؟ حالا میام تو دیاگرام مودی خب باز بعد بریم دیاگرام مودی رو در واقع برداریم و بیایم سریع ببینیم در واقع چند میشه حالا من جلوی باز دوربین بگیرم سریع اگر دوستان ببینن خب الان نگاه کن بچه اپسیلون دیوم چنده ممیز 3 تا 0 46 خب ما اگه ممیز آره 3 تا 0 4 رو داریم دیگه فقط همین رو بگیم خب میشه این نمودار خب بعد عرضم به حضورتون که رینوزمون چنده 1 ممیز 3 در 10 به توان 6 خب بچه نگاه کن 10 به توان 6 اینه درست یک میاد جلوتر این میشه این خطه دیگه میشه این خطه درست این خطه رو بیایم بالا تا چند تا قطع کنه گفتیم ممیز 2 تا 0 4 اینه دیگه درست ممیز 2 تا 0 اینه دیگه درست تقریبا بچه ها عددی که میخونیم چقدره؟ بین 15 تقریبا بین 15 تا مثلا 17 هزارم درسته؟ 18 هزارم درسته؟ ما حالا اگر در واقع باز دقیقترش رو بخواهم ببینیم ما الان ممیز 2 تا 0 4 رو که داریم میاد بالا این خطه و خط 1 ممیز 3 در تان 6 اینه دیگه این خط رو قطع میکنه میام روی اینجا ممیز میگم مثلا 15 تا 16 17 18 19 20 16 هزار آن باشه یعنی ممیز 0 چند میشه؟ ممیز 0 16 میشه ما در واقع اپیده چقدر؟ میشه ممیز 0 16 و اگر توی رابطه بچه قرار بدیم بگیم چی میشه دیسیمون؟ اگر ممیز 0 16 بشه توی این رابطه قرار بدیم فروزی این پنجه 8 به زب داره ممیز 3 16 زب داره چی؟ علمون که 300 داره زب داره یک دهان به توان 2 تصمیم بر دو بینیم چی رو بگیم در زب داره 3 ممیز 4 زب به توان 2 زب داره اچه افتون که هست که 52 اگر انجام بدی آنها چون این ماشه تو مهندسی نیست در باسته آنها رو بکنی توانی یک انجام برسونی؟ نه دیگه اونها دیگه یه مهم در مشکلات محاسباتی داریم بشه در اصلا اگه حساب کنید دیسی یه هر قاعدتا باشه دیسی چیه؟ دیسی قاعدتا با یک دهمه نمیشه دیگه چون افتون بچه ها عوض شد نمیزتان شده هر خیلی نزدیک شده ها چون اف مثلا 15 هم سری قبل در رو داره مثلا این دادشه شد ولی مثلا الان فرد تحریف بچه فرد ما تقریبا دی سی چند میشه فرض میشه دو دهم سایه دیگه چند میشه هر شو نه دیگه اشکال نداره چون وقت نبود هم نبسته باید تقریبا مثلا دی سی میشه دو دهم خب الان بچه دی سی شده دو دهم آیا دو دهم با یک دهم که شما حساب کردید یکی خیلی پس باید حسن چرا کنیم؟ عوض کنیم این سری میان چه بچه ها؟ این سری میان با؟ حسن بعدی چنده؟ دو دهم حالا با دو دهم میان باز این رابطه حالا میگیم حالا این دیستی که برابر نشده میگه ما هم دولم ها میریم باز دیگه دوشتون رو عوض میشه میام اف رو حساب میکنیم بعد هم دیستی باشه ایسی خیلی احتمالا نزدیک به چی میشه احتمالا اینجا دیستی خیلی نزدیک هم سه دوان میشه چون جواب نهایی تو ما میدونیم چون مثلا قبل داشتیم سه دوان میشه باید شده در احتمالا تو معلی بعدی باشه دیستی چیه تقریبا چی میشه نزدیک به سه دوان میشه باشه و میایم با صدا و دوام یکی نیست میایم تو مرحله بعدی تقریبا با تو عوض نمیشه دیگه تقریبا تو عدد این صدا میشه مثلا 35 صدا است که مثلا 2 صدا میشه این چون میگه بعد نزدیکه تقریبا چیه جواب بود که شما میتونید فرصت رو بکنید تری بکنید و خود رو رو چکار بکنید محاسبه رو بکنید از اصلا شما خود از این گام به بعد مثلا دیسی رو در آوردید دو حسه بعدی تو بچه چی میشه؟ حسه بعدی میشه همون دی جدید دیگه یعنی شما با همون دی اس سی جدید که اینجا حساب کردید برگشت دوباره تو چکار کنید؟ برید و ادامه بدید جوابش میشه استاد سه تقریبا سه دهم جواب اونجاست همون دو درام زیاده سه دهم
آره مثلا من چقدر بیشتر من مثلا سه دام خب سه دام که بشه من چند سه دام با یک دام یکی نیست تو معنی بعدی رو دیویسیوش هم بذاریم حسمونو حسمون دیه ای رو مثلا هم دیویسی مثلا چقدر بذاریم سه دام و سه دام هم بیان بچه اگه سه دام ها دقیقه دام برست بگیم نگه سه دام بچه رو بیان حل بکنیم اینجا اپ بیش مزرزار هم میشه هم مزرزار هم اینجا اگه حساب کنیم دیویسی دقیقه هم میشه سه دام بگیم چون دیگه صدا هم به صدا هم یکیه تمام دیگه خود نام شنه در نام خود نام صدا هم در نام یعنی به سرعت بچه همگرا شده یعنی اونه با یه بار رفتن خود رو بله میرسه به هم قدری که دواب درسته یعنی خود رو بله سریعه میرسه به هم صدا هم که در واقع جواب چیه؟ مسئله هست بسر بنابراین در حصه بعدی هم میتونیم به هم صدا هم بیبریم بچه در دارن تو دیزی دقیقه هم باشن صدا هم و اینا با هم برابر میشن دیگه تمام این جواب دیسی با دیگه برابر میشه بله و هم موجوده که خود رو بسه دوام چی میشه؟ به دستی میشه پس این اشان برای محاسبه خود رو بوده در مسئله تیپ دو که در تیپ دو شما دیگه رو دارید توی دوره افت دارید خود رو میخوام یه مسئله سعی و خطا دارید مطلوب که پروسه برای حدث اولی هم بچه هم پیشنهاد ما اینه که جرمان فرس کنه آرامه که بتونید حدس اولیه بزنید و بعد عرضم به حضورتون که چیه بعد به بقیه حدسه رو که چیه خودش خیلی سریع بچه سیستم چی میشه؟ خیلی سیستم خودش همگیره ها با سرعت مثل من جواب نهایی شد و برای حدس اولیه میتونید از فرمول دارم آقا استفاده کنید کمی بچه توی امتحانه هم ما تو الان داشتیم سریع ها معمولا نمالش از مطمئنه هرچی امتحان داشتیم یکی از سوال هم همین بوده که در واقع همچین سوالی بوده که باید خود رو دارم ترمانی میکردیم و جالب ما تو اونجا خود رو بچه هایی میگفتیم تو امتحان که واقع هست اولیه رو بریم مثلا جرم آرام بزنیم مثلا دو برابر خود اولیه جرم آرام بگیم و اینکه نزدیک میشه به واقعیت شما خیلی پروسه سرعتا رو نگید امامان راه هم هم میکنید که واقع هست اولیه رو چقدر چند برابر مثلا جرم آرام بزنیم و با معمولا دوستان ما اونقدر سرعتا مثلا بیشونی میزنن که اصلا فرمول جرم آرام هم بودن باطی میکنم بعد چند برابر بمانند ولی پروسه هم که معلوم است چیکار میکنن یه چیزی هم که جالب تو امتحان معمولا سوالات سوال تا تیپ دو که میگیم بگیم همه چی معلوم و قدر مشروع خب تو امتحان بسا بچه ها میگن خب تو امتحان طوری که مثلا HF دقیقا عدد نیست HF بچه هم کنی یه فرمولیست مثلا از کجا اومده مثلا HF مثلا شما باید دو تا نقطه ماده انرژی نمیشتی یه قسمت ماده HF بدیگه یه به نقطه یک دو مال انرژی نمیشتی مثلا شده اچه بوده اچه بوده اچه اچه بوده یه عدد نیست اچه خودش چیه یک فرمول نیست ولی اون فرموله چیه؟ اون فرموله برقر معلومه یعنی شما اگه مثلا دیگاه هست بزنی اون اچه هم در میاد بعد از اون نه آقایی که بگو رو چیز جدیدیه میگو با این همینه من از تو خود خوبه تبدیل کنی اچه هم تابعی از اون دی رو که هست بزنی تو اچه بوده اچه هم در میاد اینجا هم که بذاری اینا ها در میاد و نهایی با این برابر میشه این نمیشه دیگه یه وقتای دوستان ما که بیام تیپ دو نه که دقیقا مثل این مسئله همه رو به شما عدد بدن و بیان رو دست بدن در مقابل این مسئله این اتفاق میاد یعنی مسئله نهایی با تو مجموع شما علیه دیه مثل هم ما بایست این پارامترها رو لازم تابع از دی با هر سرکی داشته باشون بگیم محاسبه تو چطور کنیم انجام ایشون مسئله تیپ دو و اما باید مسئله تیپ چند؟ سه حالا باز من اگه جون دیگه بودم تا جواب دارم برسه همینجا دیگه دفاع کنم مسئله تیپ سه رو دوستان اگر مسئله تیپ سه دوستان چی بود؟ در مسئله تیپ سه شما در واقع میگید آقا ال رو دارید اپسیلون رو دارید میو رو دارید قطر لونر هم دارید افت انرژی هم دارید چی مجهود دوستان؟ دوی مجهود هست دوستان؟ دوی مجهود شد هی شما افت، قطر، نه همه دارید دوی چیه؟ مجهود دوی در شما میخواد خب قاعدا باز در نگاه کلی دیگه که خب این کاری نداره ما میگیم آقا افت انرژی تو رابطه گارسی باتلو هست مجهود اف ال کیو دو روی جی پی دو دی به توان چقدر؟
خب بعد میگه آقا من توی رابطه الان این رو دارم، دی رو دارم، اچ اف رو دارم، این جی او پی هم کردن ثابت هم معلومم، دبی رو از من سوال میخوان، مشغولمه، میمونه اف. باز من اونم مشکل ما توی این اف. اگر اف میخواید حساب بکنید احتیاج به چی دارید؟ احتیاج دارید به اپسیلونیوم. و اپسیلونیوم رو دارم میکاشم چون دی رو دارم بسیار نشده. ولی احتیاج به چی دارم چون رینوز. رینوز بچه چون وی بی تقسیم بر نو یا بچه چهار کیو تقسیم بر پی دی نو. رینوز بچه چهار کیو تقسیم بر پی دی نو دیگه اگر بچه دیوی بینستی. چهار کیو تقسیم بر پی دی نو. اگر رینوز چهار کیو تقسیم بر پی دی نو یا همون رو بی دی تقسیم بر بیو همون بی دی تقسیم بر نو دیگه بچه دیوی بینستی میشه این. خب بچه من اگر ما هر رینوز حساب کنم رینوز احتیاج به چی داره؟ دیوی داره. دیوی رو ندارم. باز نگاه کنم چی شد؟ مسئله شما توی دو رو باته. چرا؟ چون من میخوام دبی حساب کنم. برای محاسبه دبی احتیاج به اف دارم. برای محاسبه اف احتیاج به چی دارم؟ احتیاج به دبی دارم. انگار مشاهده گفت که برای محاسبه دبی احتیاج به دبی دارم. برای که میتونم دبی رو از این بابت حساب کنم احتیاج به خود دبی دارم. چون اگه دبی رو نداشته باشم رینوز رو ندارم، رینوز رو نداشته باشم اف رو ندارم، اف رو نداشته باشم دبی رو ندارم. پس باز میشه دو رو باته. یعنی حل سریع باز ندارد. باز حل سریع چی آقا؟ نداره. چی آقا؟ چون برای محاسبه دبی به خود دبی نیاز دارم. خب باز همون که عرض کردیم از در این مسائل تنها راه حل ما پروسه چیه؟ سریع و باید یه فرایند سریع و خطا رو طی کنیم. باز اگر ما از روی تو بنویسیم و گام اول میگیم چی آقا؟ حدس اولیه چی؟ دبی. مثلا اسم بدونه کیو اسامشن کیو اولیه کیو در واقع نردم بروتون که اینیشیال هست. کیو اولیه باید حدس بزنیم باره؟ باید ما کیو اولیه حدس بزنیم. کیو اولیه که حدس بزنیم بچه چیه؟ قاعدتا چیه؟ محاسبه اپسیلون دیوم که مشکل نداره و چی؟ محاسبه عدد چی؟ رینوز. حساب که بشه میانم چی؟ میانم دیاگرام مودی میشه محاسبه چی؟ F با دیاگرام چی؟ با دیاگرام مودی. پس اگر دبی رو حرف بزنم میتونم رینوز رو چکار کنم؟ اسمتون که اتفاقا داشتیم رینوز رو میتونم حساب کنم. رینوز رو حساب کردم، اسمتون که حساب کردم میتونم چی حساب کنم؟ بیام تو دیاگرام مودی F رو حساب کنم. F رو که حساب کنم دوستان با استفاده از این رابطه دبی چی میشه؟ حساب میشه. خب دبی دوستان چی میشه؟ فرمول دبی کیو برابر همین فرمول دبی رو دست بریم کیو میشه HFGP2T5 تصمیه 8FL رادیکال چند بود؟ چه رادیکال؟ در واقع HFGP2T5 بروی 8FL بروی 8FL دبی حساب میشه. خب باز میشه دبی چی بچه ها؟ میشه دبی محاسباتی دبی کلکولیت شده به دبی برقرار شده کیوه در واقع برقرار شده یا کلکولیت شده یا به اصطلاح اصلیش استیمیت شده میشه کنم دبی محاسبه شده. خب حالا من کیوسی حساب کردم یک کیو اولی دارم مهم سهم قضیه باز میگم آقا اگر کیوسی آیا کیو محاسباتی با کیو اولیه آیا برابر است یا نه؟ اگر بله دوستان تمامه دبی محاسبه شده تمام. اگر جواب خیلی من جواب دادم چکار کنم؟ باز دوباره باید برم در واقع با همین کیو جدید بحث رو دوباره چکار کنم؟ ادامه بدم. باید هم باید برم با این دبی کیو سی جدید بدم دوباره پرسن اینقدر انجام بدم تا کیو سی با کیو ای چی بشه؟ برابر بشه. این اگر جواب خیلی باید میرم با همین کیو سی که دست بودم دوباره پرسن رو انجام میدم. اگر با هم برابر شدم میشه؟ حالیه اگر برابر نشونه بود دوباره اینقدر برم تا اون کیوی که محاسبه میشه با این کیوی که اول حد سده میشه با هم چی باشن؟ برابر باشن. اینه این همه این همه پروسه این تیپ دو فقط که دو دوستان ببینید یه بحث میدونه اون هم اینه که خب حدس اولیه چی میشه؟ ببین چون تو تیپ دو بودیم حدس اولیه و اصلا دیگران آرام بتونی بزنید یه پیشنهاد اینجا من چون حدس اولیه چی بزنید اینجا یه ساده تره حدس اولیه دیگه چی میدونم بچه خیلی به تمام معمولا نزدیک میشه به همون جواب واقعی مثلا جایان آرام بکی نه اینجا که یک کار دیگه
برعکس اون اتفاق. اینجا چیکار کنیم که یه خط فرضی بگیریم خیلی راحت عمل بکنیم دبیا رو در بیاریم؟ اینجا باشه یه باید حرص اولیه دبی چرا حرص اولیه زدیم؟ چون باید حرص اولیه زدیم که بتونیم رنوت حساب کنیم که بتونیم چی حساب کنیم؟ اف حساب کنیم که بتونیم چی؟ اف حساب جایانی کامران زب بگیم احسن اینجا باشه بسید که خیلی کمک میکنه بسید که اصلا تو حرص اولیه فرض کنیم جایان کامران زب بگیم دقیق کنیم؟ از اون دیارانبودی چی بوده؟ افقی میشن این چی؟ اینه گفتیم دیگه F تابع از رینولدز نیست. ببینیم ما مشکل اون بچه چیه؟ مشکل اون توی تیپ 3 رینولدزه. چون رینولدز خودش تابع از چیوه کیونره مشکل داره. حالا اگه رینولدز حسن میشه مشکل؟ بله. خب رینولدز ها کجا حسن میشه تو محاسبه F؟ F کجا تابع از رینولدز نبود؟ در اینها کاملا زر. در اینها کاملا زر F که تابع از رینولدز نبود فقط F سوی تو جا راحت F حساب میشه. اصلا اینجا به در واقع حدس با هوا بعد تو اونجا چیه؟ میتونیم بگیم آقا ما اصلا میتونیم بگیم در قام اول از اینجا بگیم آقا چی؟ فرض جریان کاملا زب داره آشفته اگر بچه ها درمان کاملا زب یا آشفته فرض بکنیم این از اینجا شروع کنیم اگر درمان کاملا زب یا آشفته فرض بکنیم بچه ها دیگه خیلی راحت میتونیم اف رو حساب کنیم F دیگه احتیاط به رینولدز نداره فقط تابع از چیه؟ F اینجا هم از نواشده میشه F فقط چیه؟ F فقط تابع از اپسیلون دیو رینولدزش نداره پس F حساب میشه پس F چیه؟ از اون دیاگرام بودی خیلی ساده است دیگه شما اپسیلون دیو بچه دارید 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 اپسیلون دیو دارید خب؟ اپسیلون دیو بچه داشته میشه یه عدد است دیگه این عدد اینجا میخوری صاف میاد وقتی میگیم بچه ها در واقع زبده یه خط افقی است که اصلا به این نمودار دیگه کار نداره که غیر محاسب بشه همین بعد علی واسه صاف میان اف رو میخونیم میشه اف اولی خب اف رو تو بچه‌ها بخونیم میتونیم دی بی چیکار کنیم میتونیم دی بی رو چیکار کنیم دی بی رو محاسب بکنیم درست و با این دی بی محاسباتی که شما دارید بچه‌ها میتونید چیکار کنیم برید حالا بچه‌ها حالا که دبی رو محاسبه کردیم من چک کنم اینا تو جریان دارن آشفته هست نه حالا که دبی رو محاسبه کردیم بعد ببینیم بچا آیا در جریان کاملا زب هست یا نه چجوری میتونیم حساب کنیم حالا که دبی دارید میتونیم میتونیم رنوز واقعی حساب کنیم رنوز واقعی حساب کنیم اگر واقعا تو نایه زب بودیم تمام دیگه دبی اون درسته اگر تو نایه زب نبودیم بعد دوباره این پروسه رو تکرار کنیم مثلا خطا رو چیکار کنیم اصلاح درست پس اگر ما هر دفعه وجودتون که حالا خاطی که بچه دوستان خاطی نکنن یعنی من دارم پروسش شده یک کم اتفاق باشه من یک پروسش رو دیگه میشم که ما برای حرص اولی میتونیم به جای این کار رو بکنیم یا چکار رو بکنیم یا در واقع از این سیستم استفاده بکنیم چهار بکنه همیشه به جایی از این سیستم فلوچار استفاده از این فلوچار استفاده کنم چیه؟ گرم تو گام اول چیه؟ اینطوری میزنم فرض جریان کاملا آشفت ولی جریان وقتی فرض هم تو برم آشفت هست چی بچه ها؟ اف چی میشه؟ محاسبه اف بر اساس چی؟ اپسیلون دیام از روی دیاگرام چی؟ از روی دیاگرام مودی یه چون کاملا آشفتن و دیگه ریموز مهم نیست فقط اشتون یه مهمه اف حساب شد اف که حساب بشه دوستان چی میتونم حساب کنم؟ میتونم بیم دیویل حساب کنم میتونم یه اون کیوزی برابر میشه با اون فروژه یا حالا فروژه نه دیگه هم فروژه دو بشه اچه اف در واقع جی پی دو بی بعد یه هشت اف کیوزی حساب حالا که چه کیوزی حساب کردم میتونم با هم میام در واقع با داشتن کیو چی رسام کنم؟ با داشتن کیو میام در واقع اپسیلون دیوم و رینوز رو چیکار میکنم؟ حساب میکنم که رینوز میشه چقدر؟ الان بودتون چهار کیو رو پی دیم حالا بچه حساب کردم رینوز و اپسیلون دیوم رو حالا اگه رینوز دارم حالا اینجا
یک هم ریروزی که حساب کردن آیا جوده آیا در ناحیه آشفته زب هستم؟ یعنی شما تا ریروزی که حساب کردین یه تو میتونی دوتا موجود دیگه ریروز واقعی رو دارید. اگر ریروزی که دارید واقعا افتاده این مثل مثلا میگه این مقدار شما اون خرچینه هست دیگه بعد این افتادگی رو شما هست. شما ریلوز که حساب میکنید یا چون ریلوز که حساب میکنید اگر ریلوز اینجا باشه با تو نایی باشه زیر بودیست این برای بزنید بس اشتباه هم اگر هم ریلوز که اینجا حساب باشه دقیقا چون این برای خرچنی تو نایی باشه زیر درست درد زیر بس آیا در نایی باشه زیر هستم اگر جواب بری باشن تمام بگیم چی و چم چیستی اگر جواب بسوان خیره نمیسه این حالت شده ریلوز طوری که بلا افتاده این بر این نمیدار افتاده این بر افتاده این بر افتاده پس بعداً بچه هست که اشتباه بود نهای آشفته زب چیه؟ نبودید و اگر در نهای آشفته زب نیستم دوباره باید من چرا کنم؟ بایستی برم در واقع اف جدید حساب کنم دیگه با شما اف رو میگم آیا در نهای آشفته زب پس اگه جواب خیلی رو میگید بچه همین اف رو حساب میکنید اف رو بر اساس چی؟ اف رو بر اساس همین اف رو برای نوز یعنی همین دیاگرام بودی بر اساس اف رو برای نوز اف رو دارید اف جدید رو اگر جدید بچه داشته باشم چیه؟ میرم میزنم چیه؟ اف رو داشته باشم میام اینجا دیگه حالا اف رو بر اساس این اف رو دیگه برای نوز اف رو حساب کردم میام چیه؟ باز اینجا میام شویسی چیکار میکنم؟ این سری با اف جدید حساب میکنم با اف جدید شویسی رو حساب میکنم و بعد وقتی کیویسی رو حساب کردم باید میتونم استودیو و ریلوز حساب بکنم دوستو استودیو و ریلوز حساب بکنم اگر شما الان استودیو و ریلوز که حساب کردی باید رو چکار کنم میام در واقع اف حساب کنم اگر اف رو بکنم هر دوتا اف با هم یکی بود اف جدید مهم رو قبل بگید تمام بگید اگر فرق شده این فرصه چیه ادامه بگید دوستو پس الان در آقا چیز رو اگر نبودن بچه این باید سراغ اف های باید اف حساب میکنه بسو یا برای اینکه میگه ما داره به نظرم فلوچارت بهتر باشه برای شما به جای این آقا چیزه بهتر اصلا من همجا بخود اف باید کنم یا ما اینا اف رو حساب میکنیم اینجوری بگم من هم قبلی بهتر نبوستم جان؟ بله میگه قبل این زاهد ساده از این رو خص اولیهی نداره مثلا رو خواب بزنی که خیلی فرق میشه ولی خیلی ساده تر اما این رو فلوچارت کشیدن هم برای اینکه تو خص اولیت رو همینه اصلا اینجا بگیم خص اولیت رو چیکار کنیم؟ روی خص اولیت رو بر اساس چی میزنیم؟ بر اساس جرمان کامل آشفته میزنیم بعضا جرمان کامل آشفته خص اولیت چیه؟ به دست داره به شما کیوسی که حساب کردیم خص اولیت میزنیم بعد باید اصل اولیه میدید شما میکنید این توی بقول شما من میگم آقا من تا اینجا این فلوچارت اصلا باشه اصل اولیه رو زدم حالا اصل اولیه رو منتقل میکنم اینجا دوستو این اصل اولیه میشه همین کیوسی که بر اساس چی حساب میشه کیوسی که بر اساس جریان آشفته حساب میشه چه اصل اولیه هم حالا میرم جلو حالا میرم جلو در واقع این چیه؟ کار ادامه میکنم اینطوری بهترین اگه بخوام در واقع حالا بگیم این در واقع همین هست فقط اون گام اول شما تو در حد اولی دبی فرق کنید که الان کاملا آشفته است خب اف و اصل اصول بیو به دست میاریم کیو سی حساب میشه حالا کیو سی میشه حد اولی هم حالا با اصل حد اولیه اصل اولی دبی میتونیم اصول بیو سو ریموز حساب کنیم اف حساب کنیم کیو سی حالا کیو سی باشه اینجور بهتر است تو اصلا این تکر پاک کنیم توی چون میگم بچه ها شاید فکر نه کاملا بگم باشه میگم به ترس هم میگیم اینجور بگیم باشه حدس اولیه رو چون میتونید از اینجا حساب کنید یه برای حدس اولیه رو میتونیم چیکار کنیم؟ از ناره کاملا آشفته زب بریم این چی رو حدس بزنیم حدس اولیه میتونیم یه حدس اولیه رو میشه حدس اولیه در بریم بعد این فرصه رو تقیم کنیم برای حدس اولیه منظوری که بریم اونجا در اون قسمت تیپ دو بعد شو برای حدس اولیه فرض کنیم جریان آرامه برای تیپ سه برای خاص اولی فرض کنید جریان کاملا آشفته جریان کاملا آشفته باشه دیگه اف فقط تابع از اشتراکی مردم بودی به دست میاد چون ریلوز و دبی نداره بعد کیو حساب میشه چون دیگه اف رو داریم بعد با این دبی میشه حدس اولی حالا میریم پروسه رو حالا پروسه چکار کنیم؟
به عنوان مثال باز بچه‌ها من همین مسئله که الان ما دوستیم شما حل کردیم ولی اگر ما تو همین مسئله که به شما دادم میگن چه ما میگن عرضم به اون میگه گیرو دادن 300 میلیمتر طول 300 متر HF 1.56 متر بایدن اپسیلون ممید 0.46 در در توان منفی 3 متر هستش و نو هم در توان منفی 6 هست. از شما چه میخوان؟ از شما دبی رو میخوان. با اما دبی رو میخوان و من میخوام برم آج کنم میخوام برم در واقع دبی رو حساب کنم و مسئله تیتر دوه سعی کنم چی میگم فرض کنم جریان کاملا آشفتر فرض کنم جریان کاملا آشفتر این فقط بسته اپسیلون دیو خب اپسیلون دیو چون هم چیه؟ اپسیلون دیو کنم های 0.46 در 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 توان منفی 3 تقسیم بر چقدر؟ 3 دوام میدیم تو اگر تقسیم دارم چون هم شده اون قبلا دادیم نوعی 0.46 تقسیم بر 3 دوام در توان منفی 2 میشه 6 3 تا 0 15 ممیز آه درسته 3 تا 0 15 بعد از این رو که 3 تا 0 15 خیلی راحت میتونم F رو حساب کنم چرا؟ چون فقط این زمانی آشفته باید استودیوم باره فقط یه خط ساقه شده کنیم اینجا بعد فرنجا میگرم آشفته است آشفته زبر که اجام بهتون نده چرا؟ چون سوال دقت کنم توی اگر جمع آشفته زبر باشه بچه ها میبینی الان قشنگ هستی؟ خوب الان شما نگاه کنید که بهتره من خودم نه خود ببینید بهتره شما عنوان مخاطب نگاه ببینید 2 0 15 اینجا بود دیگه این 2 0 15 بچا وقتی اینجاست دیگه چون دیگه به رینوس کار نداره چون نایه آشفته زبره فرضمون همین خط رو صاف میایم همین خط چی بچا صاف میایم درسته یعنی ما اگه خودکارتو بده عباسی بچا نشون بده ببین بچا آقا الان اینجا فرض کن 2 0 15 اینه دیگه خب این 2 0 15 اگه این 2015 بچه وقتی نایه آشفته زبره بچه دیگه ما به این رینوس کاری نداریم میگه بخوام میگم فقط خود این رو صاف میایم خود این خط رو صاف میایم دوربین چشمی ما بهتر نشون میده صاف میایم بچه چیه میسیم به این عدد میسیم چی به این عدد خب عدد چنده بچه این 15 صدام یا تو این 14 صدام 13 صدام دیگه نه اگه بگیم 1 صدام ای 11 12 13 بله این چقدره در میاد 13000 پس اف رو چند میخونیم؟ 13 هزار ولی وقتی این نوع آشفته زبر خوب میشه که به نیروز کار ندهید همون عدد اپسیلون دیو رو صاف میاییم اف رو میخونیم های بس خدمت شما بنابراین اصلا چی شد؟ بنابراین الان ما برای این اصلا چه اف چون رو برای اصلا نوع آشفته زبر اف رو چند میخونیم؟ به موای سر 13 هزار خب اف رو حساب کنیم 13 بذاریم توی این رابطه از توی این رابطه بودیم چکار کنیم؟ دیوی حساب کنیم پس کیلو اصل اولی هم بود برابر میشه با 1.56 ضرب در حالا جیر بگیریم 10 در 3 نوع 14 به توان 2 ضرب در 3 دهم به توان 5 تقسیم بر 8 ضرب در نوع 0 13 نه در چقدر؟ 300 چقدر هم بگیریم؟ جان؟ بزن 1.56 ضرب در 10 ضرب در 3 نوع 14 به توان 2 در 3 دهم به توان 5 این پنجی داره 10 زد در 3 ماه 14 به توان 2 زد 3 دهم به توان 5 کلن تقسیم بر از آن پرمتات باز کن 8 به زد در 13 هزار هم زد در 300 تقسیم بر پرمتات 8 به زد در 13 هزار هم زد در 300 یا رادیکال چقدرش بود که درست میشه چیکار سختی؟ تمام پنج چیز درست بود؟ نه در آواز بود؟ ای بود سه مصد یک چیز گیرم عکس میگه خودش هر شد نه او خوش قدر میدیسی اون ایسی آره شد سه همه چهارده و تمام دو بود داره زرد داره سه همه تمام
سری بابا خاطر 15 سنو به یک نامی که نشده میری این سری با 15 سنو اداره میری دیگه با بخش با یک نام یعنی شما اول رو 15 سنو 15 سنو بیا اینجا اینا رو حساب میکنی اف بچه اینجا احتمال میشه میخوره 15 سنو میذاریم توی این کیسی میشه همون یک نام یک نام با 15 سنو یکی نیست این سری با یک نام حساب میکنی دیگه قاعدتا یکی میشه دوست شما یعنی هر دفعه اگه بیاریم یه جور 15 سنت هم بچه اگه بیاریم 15 سنت هم اگه بیاریم بگه درست شده مثلا این افسانیوم و ریمان زده افسانیوم که همون موبایل سفت سفت کنونده هست ریمان زده تون باید تر چیه بچه 4 کیلو روی پی دی نون بچه 4 زده کنونده هستم روی پی زده دی زده در از روی این دوتا رو چه کنم کنیم اف کنیم کنیم بچه اف تقریباً احتمالاً همون 15 ازدان رو درمیاد 15 ازدان رو درمیاد کیویسی چقدر درمیاد؟ کیویسی هم یک دهم درمیاد پس اینجا میاد چیه؟ اینجا بگید این کیوی محاسباتی به یک دهمه ولی کیوی پرس هم چقدر بوده؟ کیوی اولی هم 15 ازدان بوده خب با هم برابر نیستن اسی میاد با چی؟ اسی میاد با کیوی یک دهم ادامه بده با کیو را یک نام بیان ادامه بدیم بچه هم یه ترمان اینجا کاملا ترمان اف هم 15 ازام در بر خیلی فرق نده نمی کنه و تمام هم دیگه دیگه میشه یک دارم درست شد؟ نامات هم برابر نیستن این سری دوم که بریم بچه قطعا دیگه اینا برام خیلی نزدیک میشن یعنی دیگه بسیار یک جهان مثلا در یا مثلا چقدر تا یک جهان مثلا یک سر دو مثلا 102,000 با یک نام ترمه ما هم برادر بگیم دمی چیه؟ درست کرده سیار این همچه میشه؟ این همچه مسئله تیپ سه این خیلی ساده تر هم به مرد بچه که آشفتی زبره نیست معمولا هم آقا بچه گرم ها آشفتی زبره معمولا مثلا مثلا توی رولی اون سبب فهم معمولا هم حس اولی اصلا درسته این هم حس اولی که هم میزنیم معمولا اگه فرض کنیم نایی آشفتی زبره معمولا حس اولی نزدیک به واقعیت است یعنی خیلی خیلی بچه دبی رو نزدیک میده به همون دبی اصلا خیلی دیگه فرقی نمی‌کنه یعنی با یک بار سعی و خطا رفتن حل میشه مثلا ولی وقتی گفتیم جرم آرام برای تیپ دو بعد وقتا واقعا جواب نمیده جرم آرام خیلی اختلاف داره با جرم آشفته شما ولی اینجا معمولا یه خط که باید جرم کاملا آشفته باشه که فقط اکسیدیوم و ملاد قرار در اسپرین روز اهم کرده معمولا خیلی دبی نزدیک به واقعیت میشه بیان در اینجا فرق به واقعیت این اف ما 13,000 در مورد از واقعیتش بعد 15,000 میرسیم همین این مقدار اختلاف ایجاد کنه کشی مثلا به یک دام میگم مثلا خیلی کسی بشه مثلا میشه دوزه هست خب این چی میشه؟ این میشه مسئله تیپ سه بسیده چون سه تیپ مسئله داشتیم در بحث هست مثلا میشه مسئله تیپ یک که خیلی ساده بود حل سریع داشت پیچه افون میخواست عدد گذاری بود از قیدان بودی افسا بکنه عدد داشت تیپ دو خیلی مهم بود هرهایی قطب بود
که گفتم فرد نمیدونه آرامی هست اولی در قدر میزنیم با هست اولی میریم در واقع قدر رو در محاسبه میکنه اگه محاسباتی با اولی یکی بود فرد برد مراد نبود با این دی محاسباتی جدید دوباره این پروسه تری میکنیم تا این دوتا به هم نزده باشیم در تیم سم که فرد نمیدونه که ما آشفته فرزه اشتونگیون فقط افتصام جنبی حساب میشه با این حدس اولیه میریم نمی واقعی رو حساب میکنه اگه با هم برابر بودن که فرد مراد نبودن این اصلاحی میکنیم خیلی سریع هم بیرام شده به جواب برسیم خب این هم چی؟ سه تا تیپ مسئله ای که دوستان لازم انشالله توی این سیستم بلد باشن و بتونن در واقع ازش استفاده بکنن برای این مسئله رو خب کنن رو بسید حل کنن خب فقط اون بچه یه قسمت دیگه از این فصل از این زیاده به این دقتی که میخوام شما از اون یه قسمت دیگه مونده اونم بحث افتهای جزئیه حالا یه اشاره به افتهای موضعی هم بکنیم که حالا افتهای موضعی تقریبا مثلا چجوری حساب میشه که دیگه انشاءالله این فصل هم در واقع در همین حد فکر میکنم که فرق نستش ولی دوستان لازم آهن رو پس بچه ها بکنم که شما این سرالات یه محاسب سرالات رو میخونید بدونید اصلا رابط دارست بسکاف چیه و چه تیم مسائلی مطرح میشه انشاءالله هم بتونیم این فتح رو جمع روش کنیم یه استراحت بکنیم ما های عباسی بعد بکنیم خدمت دوستان برای قسمت آخر خب بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد خدمت دوستان عزیز من. خب قسمت آخر این فصل آخر چی بود؟ بحث افت‌های چی بود شما؟ موضعی افت‌های جزئی. اینا چه افت‌های موضعی و افت‌های جزئی خدمتتون عرض کردم. یعنی مثلا در واقع مثل افت انرژی استکاک یا HF نیست که تدریجا به علت استکاک بین جریان آب و لوله باشه که تدریجا در طول لوله استکاک بشه باشه. این در موضع‌های خاصی آب یک دفعه افت می‌کنه. این موضوع رو بخواد من رو چیم من آمد کلیت رو میمیسم مشالا با هم ببینیم که این موضوع ها کجاست یکی از این موضوع هایی که بچه نها کنیم افت انرژی خواهیم داشت زمانی که آب از مخزن میشنم بخواد چیه؟ آب از مخزن میخواد وارد لوله شما بشه آب بچه وقتی از مخزن میخواد وارد لوله بشه بچه ها آبی که از مخزن میخواد وارد لوله بشه بسنان این جریان هایی باشن بسنان این جریان های گردابی اینجا ها تشکیل میشه و این جمعه گرداری بچه باعث چیه هم؟ باعث میشن که این مقدار شما افت انرژی موضعی توی منطقه داشته باشه زمان آب از مخزن میخواد وارد چی بشه؟ وارد لوله شما باشه حالا بچه ها اینا چیه؟ این ها حالا سه حالت مثلا رو میتونیم تصور کنیم که وقتی که آب از مخزن میخواد وارد لوله بشه یه حالت اینه که لوله اومده باشه داخل مخزن یه حالت اینه که نه لوله نیومده باشه داخل مخزن ولی خب کاملا در واقع شکسته باشه اون زوایای ما یه حالت دیگه باشه شما بیاد داخل آب از مخزن بیاد داخل با چی؟ با یک در واقع انحنایی یعنی به شما اینجا انحنا داشته انحنا داده باشید که با انحنا بیاد آب داخلش به سه تا حالت و تو کدوم بچا قاعدتا افت انرژی موضعی بیشتره برای بسیدی پایین بیشتر افت انرژی موضعی کنیم در این موضوع بچه بگیم کنم افت انرژی داره بزنم آب و خواهد وارده در کدوم بیشتره؟ افت انرژی موضعی بریم بچه اینجا خیلی بس کرده اینجا آب بچه بخواهد بیرین از اینجا بیا بیرین این تو تا شو اینجا کلن کلی جرمان های گردابی شما زیاد خواهد داشت این نه این راحت تر میان بیرین دوستان بسید این خیلی راحت داره این دقیقا این دوستان چیه چون انهناش موازی با جریانه دیگه شما جرمان گردابی خیلی کمی خواهد داشت شو پس افت این خیلی بیشتر از اینه و باز این خیلی بیشتر از اینه این کمتر افت داره چون قشنگ بچه چیه؟ طوری ترمایی کردین که ورودی چی باشه؟ در واقع انحناش با انحناش خود جرن یکی با جرن گرده تشکیل نشه اینجا یه اونها اینجا تشکیل میشه اینجا خیلی برکوره این روی بیاد داخل پس افت انرژی بچه چیه؟ قاعدا در این شکل افت انرژی موضعی در این در محل ورود آب از مخزن به لوله تو این خیلی بیشتر از این بیشتر از این حالا تو افت انرژی موضعی ها چه چی برم تا بچه در کلی بچه در کل میگیم ما افت انرژی افت اچ ا کا برابر وی دو چیه دو جی معمولا بچا به صورت ذریبی از هد سرعت بیان میکنم افت انرژی موازی بچا معمولا به صورت ذریبی از هد سرعت یا هد انرژی جنبشی هد انرژی جنبشی رو وی دو جی دیگه میگن افت انرژی موازی یه ذریبی از هد انرژی جنبشی نیست پس برای ما دوباره کار بدونیم وی دو جی رو دیگه سرعت ورود به لوله رو داریم حالا کاری که مثلا اینجا برای این حالت بچه کاریه که برای این حالت کار نیم هستش و برای این حالت بچه کار چقدره؟ 500 نه آقای چقدر افت انرژی ما کم میشه چقدر نمونه بچه اینجا افت انرژی شما هست یک بی دو رو دو جی
یعنی بنزه ویدو رو جی وی چیه ساعت میگرسه ها یه ساعت طول داره بنزه ویدو رو جی افتاره اینجا یه مقدار بهتر میشه نیم تا نصف میشه ببین افت انرژی شما نسبت به این نصف میشه 50 درصد افت انرژی داره توی این حالت خیلی کم میشه 500 میشه یعنی شما چیه در واقع یک دهم این افت دارید یک دهم این افت دارید و این واسه خودش دیگه در واقع انگار یک بیستم این افت دارید درست شد افتتون یک بیستم میشه در واقع اولیه پس بچه افت انرژی موازی میشه کا برابر سرعت پس بر دو جی که کا بچه چیه؟ باید هر سرعت چون این لوله شما انحنا دارتر باشه و منطقه و برکت دو جریان باشه افت انرژی کمتر هست باشه خب این یکی از موازه هایی که بچه شما افت انرژی دارید زمان است که آب از مخزن بکنه وارد چی بشه؟ لوله بشه بعد اشت من سرعت بچه ها جایی که آب از لوله بکنه وارد مخزن بشه هم همین ها جایی که آب چیه؟ الگوله بخواد وارد مخزن بشه همین دیگه حالا میتونه آب توی هر کنه تو مخزن بشه میشه در باب آب هر دم موضوع تو که این شکلی مثلا لوله آب وارد مخزن بشه بسون و میشه که آب اگر بخواد وارد مخزن بشه با یک انهای مناسبی وارد مخزن شما بشه این کمترین افت رو داده این بیشترین افت رو داده این مثلا افت رو تازه ولی بچه معنی که یکی از اون موضعه هایی که افت انرژی دارید زمانی که آب میخواد از مخزن وارد لوله بشه یا از لوله وارد مخزن بشه این یکی از اون موضعه هست یکی از موضعه هایی دیگه که بچه شما قاعدتا افت انرژی دارید زمانی بچه مقطع جریان یه دفعه عوض میشه یعنی مقطع جریان شما بچه یه دفعه چیه جریان از این مقطع کوچک تبدیل میشه به این مقطع چی بزرگ مخزن نیست تا خود لوله یه دفعه مقطعش چی میشه تغییر میکنه یا برعکس از این مقطع بچه بزرگ یه دفعه آب یا توی مقطع چی؟ کوچک از زمانی که شما شده بود بچه زمانی که شما در واقع تغییر چی دارید؟ زمانی که شما تغییر مقطع دارید بازم بچه ها افت انرژی موضعی میشه چی کا برابره؟ وی دو وی دو جی میشه این ضریبی هست از وی دو جی فقط نقطه که بچه خیلی باید اینجا دقت کنید آیا بس مردم دوستان این بچه این وی کدوم ویه چون شما دو تا سرعت دیگه اینجا یه وی داره یه وی دیگه چون قطع عوض میشه اون سرعت عوض میشه چون دبی ثابت دیگه اینجا مثلا میگه وی 1 اینجا مثلا وی 2 اینجا مثلا میذاریم وی 1 اینجا چی وی 2 کدوم سرعت باید بذاریم توی رابطه چه دلتا وی رو بذاریم استاد وی 0 میگه عباس میگه دلتا وی رو بذاریم یا اگر فقط از یه سرعت استفاده کنیم کدوم سرعت بچا میذارن تو راه اون خیلی درد کدوم سرعت اون لاوت افتو موزی گذاشته میشه بچه همچه این موجه اون سرعت بیشتره چی های هستی؟ کمال سانیه سرعت بیشتره سرعت بیشتره هم اصلا باشه ببینیم یه مثلا اگر اینجا به اینجا که سرعت بیشتره به یکی دیگه هم داریم چون هرچه قدر بکر کنم سرعت بیشتره چون دیویت اصلا مثلا مثلاش کم شده سرعت بیشتره تو اینجا به یک باید تو اینجا حتی بذاریم کمال رو بلیم برای منفی مثبتش با خودمون تشخیص بدیم آره استاد یعنی چی منفی مثبت منظور اچ 1 برابر است با اچ 2 به علاوه اچ اف یا منهای اچ اینا کلا همش اینو باشه آقای عباس اینا همه افت انرژی هم. چه این حالت چه این حالت چه افت انرژی است نه همیشه انرژی کم میشه این شما از مقطع 1 میای مقطع 2 اینجا یه دفعه انرژی میفته پایین این حالت هم یه دفعه انرژی اینجا میفته پایین چرا چون تو از زمانی که مقطع چه از کوچک به بزرگ چند بزرگ و کوچک تبدیل میشه همچه افتش دارید خب اسمش افت انرژی اضافه انرژی که نیست که مثل پمپس که انرژی بده کلا افت انرژی ده. فقط افت انرژی تو هم بچه هست کا وی دو دو جی حالا وی کدوم بیه میزان سرعت بیشتره است سرعت اون مقطع کوچکتر است با تو باشه سرعت اون مقطع چی؟ کوچکتر است اون مقطع شد؟ نه نه حالا اینکه بچه کار شهر این میتونه باشه بچه کار بستگی داره به دو تا عامل کاری که بستگی داره بچه به نسبت داره اینجور بگم بچه کار اما میگم کار تابعیست از نسبت حالا بگیم دی دو به دی یک که به نسبت قطره این دو تا با هم بستگی داره یا به نسبت بچه زاویه که داره این اتفاق میفته خب چون بعد وقتا شما تغییر مقطع اینجوری صاف نیست بذار تغییر مقطع تو بهتره این شکلی باشه دیگه زاویه بیاد تغییر مقطع رو بده خب حالا اینکه این زاویه بچه چقدره؟ این زاویه آلفا چقدره؟ این زاویه که باشه خود رو کم بشه تابعی از زاویه آلفا و در واقع نسبت بی دو به چی؟ دی یک حالا دیگه ما کار نداریم از یه عددیست قاعدتا این کار که بستگی داره به نسبت خود رو حالا مثلا میگیم این دی مثلا یک این دی دو که به نسبت خود رو بستگی داره نسبت زاویه که بچه هم باشه چی؟ زاویه که چی شده؟
این تغییر قطب لخت دارن اینجا زاویه چند زاویه تغییر قطب ما چون اینجا زاویه تغییر قطب 180 درجه است دیگه بدترین حالت دیگه چون یه لایه 180 درجه این چیزش رو عوض شده این زاویه آلفا 180 درجه است ولی اینجا میتونیم تدریجا عوض کنیم دو بعدم بهتره آلفا هر چه کمتر باشه دیگه ستارش شیو در 100 درصد هم یک 45 درجه درسته؟ نه شو 100 درصد هم 45 درجه نه شیو قارن میشه که شیو بینهایت میشه دیگه نمیدونم شاید یه اصطلاحی باشه دوشت؟ آقای درکم پس چشو دوستان؟ پس یکی از موضعه هایی که افتنیش داریم زمانی که آقا از مخصم ها رو میده یا از دوله ها رو مخصم میشه یک دو یکی از جایی که باشه حتما افتاد موضعی داریم در جایی که مقطع جریان نفی عوض میشه از دیگو تا از دی یک تبدیل به دیگو میشه حالا چه کوچیک بود چه بزرگ بود چه افت انرژی داره که افت انرژی میشه کا برابر بی دو که 20 سرعت بزرگتر است سرعت بیشتر است این کا تابع است از نسبت دیگو به دیگو این زاویه در واقع کاهش مقطع شما یا افزایش مقطع شما موضع سومی که بچه‌ها حتما باید حواس بکشه به افت انرژی داریم مثل یک وضعیت این یه وضعیت یکی از اون وضعیت های دیگه که بچه حتما افت انرژی جایی که تو چی وجود داره شیر جایی که بچه در مسیر شما شیر آلات وجود داره جایی که شیر آلات بچه وجود داشته باشه شیر خاتم تو در محل شیر اینجا افت انرژی بودی آقا انرژی یه لفتی میفته اینجا کنه حالا در شیرها بچه بسیار بسته داره به نوع شیرتون به میزان باز شدن شیرتون پس اگه من بزنم نوع شیر و این کاش هم بچه بخوام بردار کاش هم بچه قاعدتا چی هم که بازم افتنجه هم کاش بیدرولوژی ها حالا این کاش چی مثلا گفته اگه شیر سوپابی باشه شیر کشویی باشه حالا شیر کشویی مثلا تمام باز شیر کشویی که بچه مثلا چیه سه شارمش بازه و شیر کشویی که مثلا چیه؟ نصفش بازه خب در شیر سومه بچه کام میگن ده هست بسیار افتنجیش باز هست مثلا در اینکه تمامش باز باشه 19 هست در شیر که سه چهارمش باز باشه بچه کار یکه در شیر که یک دومش باز باشه چقدر پنج و شیش نمیدیم یه خیلی متفاوته که این شیر شما چقدر باز و نوعش چیه خود شیر کشویی که تمامش باز باشه قاعدا افتش کمتر بده زمانی که سه شامش باز باشه در واقع افت انرژی بیشتر میشه زمانی که یک شامش باز باشه افت انرژی بیشتر میشه خب شیر سوپاری باشه که خیلی افت انرژی شیر کنن باز باشه در کجا دوستان ما بس یکی از موضوع های دیگه که باشه افت انرژی موضوعی داریم کجاست شیر بس میگه اینا خیلی مهم پس اینکه در زمان آقا مقصم میدونی یا هم دوار مقصم میشه این زمان که مقطع شما یه دفعه کوچیک یا بزرغ میشه یا یه دفعه هم به خاطر تغییر مقطع داره یکی از زمانی که شیرالات دارید در محل شیرالات اینا افت انرژی چی دارید موزه دارید در همه اینها بچا افت انرژی هست کا برابر بی دو دیگه بی هم شده سرعت بیشتر است دقت کنید و کا بسیار به اون شرایط مساله تو که مثلا به شما بده در واقع شما بگید مثلا این کار شما چنده یا مثلا بر اساس تیپش یه تیپ خاصی باشه که شما کاش چیه داشته باشید توی این کار رو داشته باشید میتونه افت انرژی موضعی رو اشکار کنید حساب کنید پس این هم اشتاد دوستان برای افت انرژی چیم؟ موضعی حالا لازم با چون مسئله که به شما میدن که تغییر هم افت انرژی استقلال کرده هم افت انرژی موضعی مجموعی افتا باشه افت کل چیه؟ جریان شما آنجا جریان شما کنید حساب کنید این مسئله رو خیلی سریع اشتاد با هم این مرور رو بکنیم یه مثلا ترکیب از این ها با هم دوستان مشاهده کنن دیگه بس تمام هستش انشاءالله و به عنوان مثال آیا مثالی که بیرون بریم بیرون تحقیق و این مثالی که ترکیب باشه از افت انرژی موضوعی و استقلالی با هم انشاءالله رو بکنیم دیگه انشاءالله بحثمون تمام خواهد بود انشاءالله حالا خانمویدی آمان هستی؟ چهار شما استاد؟ جان؟ خانمویدی آمان هم اتاق شما حالا محبی؟ آره، برای خبشتیم خانم حسینی ها آره نه خانم حسینی ها اومد بود بچه موبایش بود موبایش من دو رفت بود بایی دوستان ریخته بودن توی لپتاپ 12 گیگ شده بود بعد الان این قراره بود که تبدیلش کنه بده ما بزنیم ما به فکرها خود رو گذاشتیم خوب نشنه انشاءالله. بسیار حالا هرشان خیلی چیز نیست.
یعنی مثل که نامساعد نیست. ما هم بریزم یه قبش. نه اگر هم بریزم. باید امریم برم آفر نه. فرق دیافرش هم نفرس. چی هم باید دیافرش؟ تو مهیز باشی. از کجا هم باید دیافرش؟ ما اسمیم در استاد. اصلا بهش الهام شده بود. کلیسه دیافر معلوم بود. بچه مثال نیست چرا ما الان اونجا جمعان ما بین دو تا مدرسه ما یک اتصال داریم اینجا الان در واقع سطح آب تو اونجا هستش الیویشن بچه ها سی و یکه و در این موزه بچه ها کار رو به شما داده یک در این موضوع بچه کار رو بشه موضوع دو اینجا که بچه یک شیر دیگه این شیر مرزو اینجا بچه کار رو بشه موضوع ده 19 سلام باید از اینجا که بچه آب وارد مقصد میشه مثلا دوم میشه کار رو بده یک اینجا بچه موضوع این سوالش که الیویشن این نقطه از شما خواسته الیویشن این اتاق شما خواسته که چنده بعد بردم گفتون که دبی که بچه آب جریان پیدا میکنه دبی رو شما داده داری بریده مثلا از 40 لیتر بستانیه و بعد این قطر این لوله بچه این قطر لوله اینجا گفته این قطر لوله برابر است با 200 میلیمتر طولش دوستان اریه هستاده 20 میلیمتر اپسیلونش هست 9 مایلز 2 تا 0 49 و این لوله دوم تو هم بچه ها این لوله دوم هم گفته قطرش 100 میلیمتره طولش 150 متره افتراش نده در شما ممنده دو تا سه چه بشه اینا رو به شما داده در تو و نهایت از شما چیه؟ نهایت از شما خواسته الیویشن این مقصد دو رو بخونی به دست بیاره این توی مقصد دو الیویشن چیه؟ چند پس شو؟ خب این مسئله ترکیبیست که خواهیم با هم هر به ترکیب در افت انرژی استکاکی و افت انرژی چی؟ موزهی با حالا بچه هم میگم این نقطه نقطه یالا این در نقطه A این نقطه در نقطه چی؟ B نقطه این و نقطه خب معادله کلی بچه بین A و B چیه باید هم معادله انرژی است دیگه اما معادله تو مقطع یک 200 میلیمتر دی یک چه؟ بعد 200 میلیمتر دی دو سر 120 میلیمتر این 120 میلیمتر این 120 متر 120 متر حتی میگم الان وقت نمیشه این رو عدد میکنم حدد میکنم کلیت میکنم بگم که چون مرمزه فقط دقت رو به سو آسان باشه دیگه شده دوستان میکنم چون بچه میگم مثلا عددش خیلی شده وقت به حد نباشه کنه اشاره که مقام میکنم بوده ترکیب از این بحث مثلا شما الیویشن میخوام خب این نقطه ای رو باید هم معادله چی داریم؟ انرژی معادله انرژی میگه با اچ ای برابر میشه و با اچ بی بلو چی؟ افتای انرژی شامل افت استکاکیز و افت انرژی چی؟ موضعی این قانون کلی مانه انرژی است خب اچ ای چی باید شما میشه زده ای؟ به علاوه پی ای بگاما به علاوه بی ای به تمام دو روی دو جی برابر میشه با زده بی به علاوه پی ای بی بگاما به علاوه بی ای بی به تمام دو روی تی دو جی به علاوه چی آفت انرژی موضعی آفت انرژی چی؟ خب الان بچه زده ای چنده؟ نه داریم سی رو بگیم این الیویشن سی رو نشون میده زدش از این مبدعی حالا مبدع فرصه اینجاست از این مبدعی سی رو یکی خب پی ای جنده سه به چون مسئله آزاد در نماسه بی ای جنده سه به چون تو مقصد هم شوه جنده زده بی جنده بچه علامت سوال خوش هم میخواد اصلا زده بی رو از شما میخواد سوال ما زده بی سه
پیمی چنده با صفر هسته شد سطح آزاده و بیبی هم چنده صفر شد در مخصن صورت چنده صفر میمونه بچه اچه اف و اچه اف این شما هم که جنرات اینجا هم وقت انرژی استگرگی داره چرا چون در طول جریان هم باید آقش انرژی خواهیم داشت مضاف بر اینکه در این موضع که آب از مخصن رو نمیاد در این موضع که تغییر مقطع داریم در این موضع که شیر دارید و در این موضع که لوله آب از لوله وارد مخصن میشه باید آقش انرژی موضعی پس اگر من مقام حساب بکنم من شما چیه؟ در واقع چهار تا افت انرژی موضوع دارم بگم آقا HL1 HL1 میشه چی بچه ها؟ میشه کا در ویدو به دوان دو جی و کا چنده؟ یک زر در بچه بجه دبیت بجه سرعت چی میتونم بزنم؟ دبیت تصمیم در؟ سرعت این بودر میخوام دیگه چون تو اینجا باید سرعت میبینم میشه یک زر در چی؟ کیو به توان دو به چی بچه دو جی زد در آ به توان چقدر؟ دو که آ چقدر بچه ها مثلا دو میشه پی پی دو چهارم به توان چقدر؟ دو این میشه دیگه به جای وی میزنم کیو تقسیم بر آ این میشه کیو دو تقسیم بر خب بچه ها الان دی رو بچه ها بزنم دی رو خود دیگه بزنده؟ دیویس بودیم اینجا دو دوانه؟ این میشه ایچه ال دی اونا هر عدد بچه میگم خیلی عدد شما شد بعد ایچه ال دو رو بچه هم حساب کنم باز ایچه ال دو باشه اینجاست بچه چقدر؟ میشه کا وی دو روی چی؟ دو جی میشه دو زب در بچه ها چی؟ کیو دو تقسیم بر دو جی زب در چه بر بچه ها پی دی دو چهارم به توان دو خب بچه دیدی تو همه اینا که همون چه بی برسانه یا چقدر چهار صدام مثل مکرم برسانه کاری نداریم دیم داشت هم برمزن بچه تو اچه دو تو اچه دو بچه دیم کنید دیم بزنم دیم بزنم بودی بچه این کیو دو روی آدم و ویدیو ویو کنید بود سرعت توی سرعت بیشتره بود سرعت بیشتره توی این دوله است توی این دوله است توی این دوله کچکتره فقط هم بود این دوله رو بزنیم بچه ها پس اینجا بچه باید دیمش هم بزنم دیم باید این کچکتره بزنم این چقدر؟ یک دمه بزنم یاد کنم بچه کاوی دو دیجا تو بیش سرعت بیشتر است خب به همین سرعت که بچه ها دیگه باید اچه اکسه میشه کاوی دو روی دو جی میشه باید چقدر 19 سمون زر در کیو دو روی دو جی در پی پی دو چهارا به تمام دو سوال دقت دارم بگیم این کیو دو تقسیم در آدوی که میشه همون ویدو بجه ویدو بداشم کیو دو تقسیم در آدوی با دیگه چی رو بچه هایی بیلش باشن خواست دیگه دیگه چنده؟ دیه؟ یک بار دیگه هم که چهار سال اچه یه چهار هم که بچه چیه؟ باز میشه چی؟ میشه یک زد در ویدو رو دوجی که بیمون چنده باز؟ بیمون میشه کیودو روی دوجی بیده بیم بزنم کیودو تصمیم هم چی؟ آدو روی پی دیگو چهارم بدن به تمام میشه کیو دو تصمیم آدو میشه همون سرعت کیو دو تصمیم آدو میشه همون ویدو به تمام کار ویدو رو دوشیم که باز دیشی اینجا یک قدرت این دوله هست نشنده یک حساب بگیم میشه اچه چی؟ میده میشه افتای انرژی موضعی میشه همون افتای انرژی دارم؟ موضعی دارم خیلی ساده هست بسیار داره کار رو بهتون مثلا میده چون من در حاصل باشه که وی و ویدو دوشی که میده سرعت بیشتر است حالا اینکه مشخص قدر این دسته مشخص این دسته مشخص این دسته بعد اینجا حاصل باشه که این قدر رو باید بزن یه افت انرژی موزه حالا بیا افت انرژی چی بچه ها؟ استکاکی خب میگم آقا اچ اف یه یعنی افت انرژی در لوله شماره یک هم میشه چی؟ میشه اف ال دی وی دو روی دو جی یا بچه چی؟ فرمول اصلا دیوی بهتر دیگه هشت اف ال کیو دو روی جی پی دو دی پنج خب برابر بچه 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 هم هشت ضرب در اف رو برابر از دوی آبرا بودی حساب دارم این لبچنده 120 ضرب در دبیم چقدر چه میدید برسانه یا چقدر به چهار صدام رو بسید میکرد برسانه به جیه ضرب در پی دو ضرب دیم چنده دو دامه تمام چقدر پنج فقط بچه بوده اف اف رو چون باید حساب کنم آیا باسه اینجا برای افت انرژی استگوگی رو یک اف باید حساب کنم باید دیاگرام مودی بچه برای اف باید بودم اف یک
بچه برای اف یک رو حساب کنم، بچه اف یک بچه رو حساب کنم، بعد اپسیلون دیو رو حساب کنم، بچه عدد رینوز رو بعد که حساب کردم میرم تو دیاگرام مودی، تو دیاگرام مودی که برم بچه اف چی میشه؟ حساب میشه دیگه. ما الان چون وقت نداریم، نه اصلا خیلی ساده است. اپسیلون رو بچه باید داده پس بعد دیو میکنید داره رینوز هم که میشه چی؟ رینوز هم میشه رو ویدیت اصلا میو یا ویدیت اصلا مدبو کار مثلا دیویسی میشه چقدر 4 کیو و همون که داشته میگیم رینوز حساب میشه به دیاگرام مودی اف یک حساب میشه اش اف و بچه اش اف دو چی میشه؟ میشه 8 پاس اف ال کیو دو بلی جی بی دو دی 5. خب چی میشه؟ برابر میشه با 8 پاس زده اف دو که بچه اف دو بازده دیگرام مودی حساب میشه زده ال دو چنده؟ 150 زب در باید دیمون که ثابت 4 زده به تمام دو درسته برای جی زب در پی دو زب در دیمون چند نیم سری؟ یک دوامه باز افتر بچه اگر حساب بکنیم چی میشه؟ اچه افتر یک برای اچه افتر چی میشه؟ حساب میشه. باز برای افتر هم بچه قاعدتا بعد برید اپسیلون دیومش و ریلوزش رو حساب کنید، از بعد دیاگرام مودی میتونید اف تو رو چکار کنید حساب کنید بذارید توی این و این اچ اف تو چی میشه؟ حساب میشه. با بچه اچ اف تو رو حساب کنید، اچ ال رو با هم جمع کنید بذارید توی اینجا تو را به انرژی بگید دو تا اچ اف دارم بس اچ اف کل من بچه میشه چی؟ میشه اچ اف یک به علاوه اچ اف دو اچ ال هم چی میشه؟ میشه اچ ال یک بجای اچ ال دو بجای اچ ال سه بشه اچ ال چهار میشه اچ ال یک به علاوه اچ ال دو به علاوه اچ ال سه به علاوه اچ ال چهار. خب اینا اول میزنیم همه مفتا رو داریم، این هم صرف صرف سی و یکه، این هم صرف صرف میزنیم به چی میشه؟ به دست اون چند تومنی این اصلا شد؟ آره دیگه زده به دست میدونم فقط دوستان برای که من یک جنبنی ما باز عددش که بچه خیلی ساده است فقط عدد بوده این فقط باید عدد طولانی سفر نزده تو صرفا فقط باید عدد بزرگی بکنه فقط حواس رو بسید نکات ریز باشه مثل اینکه سرعت کجا رو باید بزرد مثل اینجا که مثلا اف رو باید بیان دیاگرام مودی خونه هم خوش وقتی رو بدیم دوتا رو حساب کنیم بود دیاگرام مودی اف حساب کنیم این نهایت حساب کنیم بدیم تو مالی انرژی دیم اچه آم چه اچه بیدیم بیره رو افت انرژی اچه نقطه ای چه اچه نقطه ای بیره افت های ایلیگان افت های انرژی افت انرژی استکاکیست حالا تو دو تا لوله داریم دو افت انرژی استکاکی جدا جدا حساب کردیم و افت انرژی های موزلی که در چهار تا موزه بوده آب از مخزن بدونه تغییر مقدار شیر بعد لوله رو مخزن چهار داری ما هم جمع کنیم میزه تو مال انرژی این زده بیچی میشه بسیار میشه هر جا موزه تغییر کنه HF تغییر HF تغییر میکنه بعد دیگه چی تغییر میکنه برای HF برای چی؟ سوالتون نفرمه الان چهار تا موزه داره بله کا چهار بار تغییر کرده پس چهار تا F چهار تا HL داره حالا چرا HF دوتا داریم؟ چون دوتا لوله داشته قطر لوله داره به HF تابع از اون قطر لوله دیگه بله اون وسط یه شیر داره شیر اینا تحصیل داره اون یه قد چونش چنده که محاسبه که نمی کنند دیگه کلن چون دو تا لوله داره بیدیم دو تا اشه جدا حساب کنیم چون قطر لوله دی پنج داره دیگه دی پنجه چون فرم برقش همه این هم دیگه ولی باید چون دیش عرب میشه افش هم فرم میشه بنابراین دو تا اشه بسیم دوست فقط بچه برای اینکه من شماتیک هم در واقع بکشم این بحث چیز رو هر نام موضوعی که بحث هم دونه خط انرژی رو سن دقت بکنیم مثلا خط انرژی که الان اینجا به ما رسم بشه دقت کنید چون خط انرژی شما از نقطه A به نقطه B بچه دقت کنید چه گونه خواهد بود خط انرژی بچه ما اگر این افتای انرژی نبود که خط انرژی چی بود بچه ها اگر افتای انرژی نبود خط انرژی شما چی بود قطعا این خط صاف اینجا خط انرژی اگر افت انرژی چیه؟ نداشت حالا افت انرژی داره بچه بعد رو امام کن اگر امام چی بچه همین خط انرژی که میخوام بگشتم بچه یه دفعه یه مقدار افت کنه چرا؟ به نفع انرژی موزه پلکان میفته پایین میشه چی به اندازه اچ ال یک میفته پایین بعد با شین میفته است میفته پایین بعد بچه تا این موزه دوم که در واقع شما دارید مثلا تدریجی میاد پایین چرا تدریجی میاد پایین دوستان چرا تدریجی میاد پایین چون افت انرژیش داری استکاکی افت انرژی استکاکی باشه تدریجی است تدریجی آب میاد پایین پایین پس بچه اگه بخوام بگم از اینجا تا اینجا در اون اسمش چیه؟ HF 1 به از اینجا تا باز در این موضوع بچه چیه؟ یه دفعه میافته پایین به چه اندازه؟
و اندازه HL دو میفته کنم. باز از اینجا بچه تا شیری که اینجا داریم چیه تدریجن؟ میفته چی؟ پایین تدریجن میاد پایین تا میرسه به شیر. باز به شیری که رسید بچه چیه تدریجن؟ میفته چی؟ پایین. و از چی؟ HL سه. باز از اینجا به تدریجن میاد چی؟ پایین. بسه؟ میاد پایین. چرا بعد بلد افت انرژی چی؟ استفاده. باز اینجا در محل رویوش رو گرفتیم چی؟ پایین. تا میرسه به چی؟ تا میرسه به اون سطح آب مثلا شما مثلا آقا دار در واقع تا میگیش من اینجا ها باشه دیگه بسو؟ مثلا شما باید اینجا ها مثلا باشه بسو؟ حالا تو چیه؟ پس این ها افته چیه؟ این هایی که پلکانی هستن افته انرژی چیه؟ یعنی HL4 HL3 HL2 HL چی؟ یه موزه یه اینا که تدریجا در اف از بجاجه اچ اف دیگه بعد این تیکه بچه ها بریلا با این تیکه رو هم اچ اف چیه؟ دوری دیگه چون بچه خود اچ اف رو بچه ها از اینجا تا اینجا تدریجا اگه میشه یه اچ اف رو داریم چون اینجا شیش کسی داریم یعنی شما اگه من بخوام بگم این تیکه که اسمش دارم A و این تیکه که اسمش دارم چی؟ B کلا A بریلا با این میشه اما اچ اف زیرا چون؟ پس بیدن شما آب فوق رو افت پیدا میکنه ها یعنی سطح آب مثلا شما باید بایدن چیه؟ من اگه حساب بکنید بچه ها افت داریم شده حساب بکنید عدد چیم عدد زیادی میشه ها مثلا چرا بچه ها این افت انرژی هم بچه ها میدخواییم به شدت تابع چیه؟ به شدت تابع قطر بوده است چون به توان پنج بید چون میگه اچه افت هشت اف ال کیو دو روی جی پی دو دی به توان چند؟ پنج یعنی دوستان شما قطر لوله که بچه ها میکنیم تو دیم تو مخرج ها اینه بچه هرچه قطر لوله بیشتر بشه هرچه قطر لوله بزرگتر بشه افت انرژی چی میشه؟ کمتر میشه هرچه بچه قطر لوله بزرگتر بشه افت انرژی کمتر میشه ولی هرچه بچه قطر لوله کوچکتر بشه چی میشه افت انرژی؟ زیاد میشه این خیلی بچه چیه؟ این فرضاً قرارت که برای ما چند تا مطلوب نیست لگو از این هم باید قطر لوله ها رو بزرگ بگیریم بچه هم بحث هزینه هاست کنیم قطر لوله بزرگ گرفتن بچه هم بحث هزینه ها رو کنیم داره بچه اینجا همیشه میگه یه نقطه بدینه بعد دست بگیریم سوالت کم میشه اصلا میگم یا سوالت کم میشه بس رسوب گیری اونیم بمانن هزینه ها خیلی میره بالا بنابراین بچه هم اگه میتونم قطر لوله بدینه انتخاب بکنن خیلی وقت مثلا بعد نگه دوله بدینه مثلا یا اگه قطر لوله باشه هر چی قطر لوله بیشتر میشه هزینه قطر لوله چی میشه هزینه چی دوله از این دوله چی میشه؟ هر چی قطر میشه از این دوله بیشتر میشه دیگه دوست از این دوله باز میگه هر چی قطر دوله بیشتر میشه بعد چی میشه؟ افت انرژی ما چی میشه؟ کمتر میشه دیگه افت انرژی ما کمتر میشه باید به نفع باز خزینه های در واقع بحث فوم گذاری اینا رو بیاره پایین بعد نقطه بینه جایی که این خزینه ها چی میشن؟ مینیمون میشه این جمعی بود تو خزینه ما باز این خزینه دوله است این خزینه تجهیزات پمپ و ایناسکو چون بچه هر چه افت کمتر باشه دیگه اجازه پمپ نه هر چه این دی بیشتر باشه خود لوله بیشتر باشه بچه چون افت کمتر باشه هر دیگه پمپ هم کمتر باشه خب کجا جمعی این دوتا میلیمومه؟ کجا میشه نقطه بینه محل برخورد این دوتا هست اونجا قطر بینه چی شد چرا؟ این میشه قطر چی؟ قطر بینه یعنی بچه قطر بینه بیده گرم باشه بحث دا حالا در واقع بحث اینه که اینها با هم متضادن از اون هر چه قطر لوله بیشتر میشه افت کمتر میشه هزینه کمپون میاد پایین ولی برعکس از اون بعد در واقع هزینه خود لوله میاد بالا قطر بینه چه کار کنیم پیدا بکنیم ان شاء الله از این میگم بچه‌ها بحث هنوز خیلی زیاد هست ولی ما بچه‌ها در تو این ترم داشت به نظر من رازی و اینا همین هم که تونستیم خدا رو شکر با هم خدا رو شاکریم به نظرم تقریبا بچه‌ها 97 8 درصد مطالب تئوریکی گفتیم شاید در کل 5 درصد کمتر از ترمای پیش بود 5 درصد یعنی اینجا ما میتونستیم اونها بیشتر روی کمپا و هزینه کمپا صحبت کنیم که بیشتر صحبت نکنیم آره شاید یا مثلا حالا تو قسمت های فصل اول که ما کار میکردیم این رو تو باید شناوری اینا کمتر شد در 5 درصد کمتر از ترمای پیش گفتیم و این 95 درصد در اصل ترمای پیش گفتیم برای حالی که انشاءالله دوستان برای کنکور شناوری بازاره گفتیم که انشاءالله بعد در حالی هم باز برای کار بیرون دوستان محاسبات سرات میخوان انشاءالله گفتیم خود و همه دوستان خوش این فرمان را کنن، حمد کنن، اصلاح تلاش میکنن و درس فوق داده چه میکنن؟ پایه ترین درس آبی شماست
اولم دوستان ان شاء الله خوب گوش بدم بفهمم هر سوالی هم داشتید ان شاء الله مرتب تا هستیم بودن که توبت هم مثلا حضوری بیان بقیه میخوان دیگه بزنن شو در خدمت هستیم آماده بشید برای امتحان همه شما رو خدا بسپاریم از اول عباس جان ممنون که این جلسه رو اومدن ضبط کردن ان شاء الله موفق باشید تماس کا خدا حافظ شما